همین تیم توپ دنده هست، همون موقع نفرت ما از تیم توپ دنده کسی بالا رفته تا می الان هم. حالا وقتی سپاس آقای رحمانی به شما برمیگردیم. آقای بختیاری بزرگوار، دلیلی سپردن مدال توپ دنده توسط یکی از بازیکنان که مدال را گرفته بود در گردن یک آدمی که تعلق به طالب داره و او هم در مقابل کامره، اینمی آیا ثابت کننده از این است که اینمی توپ دنده بازای افغانستان، یعنی افرادی است که متعلق به بشکه زرد میشه، اینا میتونه آدم اینا رو تروریست بگویه؟ درود فروتن عزیز و مهمانی دیگری که در برنامه حضور دارن. فروتن عزیز، شما و مهمانی برنامه هم در این مورد صحبت کردن. با تاسف همی توپ دندبازهایی که شما میگین، یکی ما هواهای توپ دنده داریم و توپ دندبازی که اونمو بازیکنانش هست. اینا با تاسف هر چندی خو میگن که شما بازی را سیاسی نسازین، خب سیاسی اینا ساختن. همین قسمی که شما سوال را مطرح کردین، به چی دلیل اینا یا یک حلقه یا یک مدال در گردن یکی از اعضای طالب اینا میندازن؟ خب این به هم اگه واضح است، دوستا روی از این تفسیره میکنن که طالب و شبکه حقانی یا سایر گروه های افراطی که در افغانستان حاکم ساخته شدن، اینا روابط قومی دارن دیگه، هیچ مشترکاتی وجود نداره. اگر داره شما از لحاظ ظاهری ببینین، آقای راشد خان باریش کل و سراج الدین اقانی و تمامی هم فکرایش و کسایی که در نظامشان وجود داره، اونا ریش دارن و سرلوچ و بیریش اصلا اونا نمیپذیرن از لحاظ ایدئولوژیک. اونا را حداقل مسلمان نمیدانن، چی برسه به که با اونا چی بکنن، بنا به هر دلیل دیگه تعامل بکنن. این معلوم دار است، بسیار واضح است که دلایلی که آقای اقانی با اینا تعامل میکنه مسئله قومی است، که اینا از تبارشان است، از خودشان است، هم زبانشان است، به نوعی کوشش میکنن اینا از طریق اینا لابی شون، مشروعیت به این دلیل کسب بکنن، در حالی که یک واقعیت است که گروهی حاکم در اونجا آورده شدن یا نظام برشان داده شد، اینا نه مشروعیت داخلی دارن و نه مشروعیت بین‌المللی دارن. اینا آقای راشد کوشش میکنه بنا به روابط تباری که دارن اینا را سفید نمایی بکنه، به نحوی روابطشان با دنیا عادی بسازه، بگه که اینا هم میشه نظام هستن یا یک حکومت هستن، در حالی که بحث ها در موردی که اینا گروه حاکم اونجا نظامی را یا رژیمی را برپا کردن، اینا امو شاخصه های یک حکومت ها که دنیا او را بپذیره نداره متاسفانه. از جمله یک موارد بسیار مهمی که او موارد حقوق بشری است، که اینا حقوق بشر را به رسمیت نمیشناسن، به حقوق بشر احترام ندارن، یک قشری مشخص جامعه را که او زنا باشه به شکل بسیار سیستماتیک سرکوب میکنن، از قسمی که شما فرمودین از درس و تحصیل باز ماندنی واقعا وحشتناک است. وقتی که یک تیفی مشخص می آیند، من نمی فهمم که اینا به جای وجدان چی دارند در وجودشان. چرا اگر وجدانی وجود داشته باشه، اگر انسانیت و شرفی در وجود اینا باشه، چرا باید اینا از یک گروهی که اصلا او به انسانیت، به علم، به دانش، به پیشرفت باور نداره، از او حمایت بکنن؟ ولو این کار یک بازیکن بکنه یا یک ورزشکار بکنه، هر کسی بکنه، وقتی که میره در طرف قرار میگیره. برمیگردیم یه هموطن افغان ما رو در برنامه داریم، ولی یک چیز را قبل از اینکه پرسش ما را از این هموطن بپرسیم مطرح بسازیم، ما این را میگم که یکی دی که ما را ملامت میکردین که تیم توپ دنده افغانستان را نباید در موردش قضاوت غیر عادلانه شوه، یعنی ما فهمیده بودیم در کفش تک تکی بازیکنان ریگ است. چرا؟ در امو وقتی که تصاویری از اینا با سراج الدین اقانی، مغز متفکر انتحار و انفجار در افغانستان پخش و نشر شد، ما جنازه ای تیم را خوانده بودیم. ولی حالا که ای تیم در بیرون در یک بازی که او هم در مقابل استرالیا برنده شدن، امیر خان متقیر تماسش، حال بعد از شکست ذلت‌باری از اینا که روانه کابل شد، مدالی که اینا به دست آورده بود به گردن طالب اوزان کردن، یعنی چهره تک تک این توپ دندبازا به شما باید آفتابی شده باشه. در گذشته اگر ما حرفی زدیم، یعنی معلوماتی در مورد داشتیم،
خب بینان، ما پرارفی نمی کنیم یکی از طرفدارای دو اتشه یا توپ دندبازای افغانستان با پرچم سیرنگ که در پشت پرچم بدبختانه تعداد زیادی از اینا پوت شدن برای پرچم سفید لابی میکنن. دیدگاه نظر از این هم میداشته باشیم. امید است که در چوکات ادب صحبت کنن، اگر حرفی بد گفتن پاسخ تن مشنون. یعنی هر کسی که اگر میایه خلاف ادب و انسانیت تحقیر و توهین میکنه، او فقط تربیه فامیلی همون شخص را نشان میده. چرا؟ ما وقتی آستین در برابر اطلاع رسانی برزدیم، از هیچ گونه تحقیر و توهین اشخاص هم راست نداریم و نه از تهدیدشان. بینان هموطن، آقای فیصل، فکر کنم از پرچم روی شانهایت معلوم میشه طرفدار توپدنده افغانستان هستی. وقتی توپدنده بازای به نمایندگی از افغانستان مدالشان را در گردن طالب اوزان کردن، خودت به صفت یک طرفدارایش، یه به صفت یکی از طرفدارایش از اینا چی برداشت کردی؟ آیا این کار کاری درست بود که سپورت را به سیاست طالبانیزم برابر کردن و مدالشان را به گردن یک آدمی که 20 سال دکون شیزار مادرش بود و در سرش چادر خواهرش آویزان کرده، تو به صفت یک بچه افغان، یک شهروند افغانستان، یک هموطن افغانمان افتخار میکنی، یا واقعا که این توپ دندبازایی که با یک شکست زلتبار روانه کابل شدن، این عملشان را محکوم؟ بفرمایید بزرگوار. باش که اول سلام احترام خود را خدمت شما فروتن صاحب عزیز و دیگر دوستایی که دلای وسن تقدیم میکنم. علیکم. و این می رقمه که خودت ادعای زیر می کنی که اگر توهین چیز از زبان ما برای شاید عکس العمل باشه یا هر چیز دیگه، ای کاش که در هر برنامه این می گپ را که کسایی که هم نظر خودت است را از طرف اون آمده نظر بگیری. انشالله که گپ مرا داینده اگر خواستی مد نظر بگی، کسایی که هم نظر خودت است اونا هم توهین تحقیق کردن، با اونا هم یک اشتار داشته باشن. حتی ما هم دوستای نزدیک ما گفتیم فحاشی رای حل نیست. ما میتونیم اطلاعات بدون سانسور پروتان صاحب، لایوهای خودت برو بی بی، کسایی که برخلاف نظریاتت بوده اونا را یا پایان انداختی یا یک توصیه کردی، اما کسایی که ام نظر خودت است متاسفانه حتی یک بار یک توصیه هم نکردی که امی چیزی که خودت میگی درست نیست. میگذاریم از اینکه برادر اینی برداشت شما است. ما تلاش نیایی خود را کردیم، هیچگاه اجازه ندادیم برای یک کسی که خدای نخواسته برای یک شخص بیایه دشنام بته یا یک مهمانی که مخالف ماست برای از او حرف زشت بگه. ولی یک گپ داره، تاریخ خواندن گناه نیست. تاریخ افغانستان اگر ما ورق میزنیم از احمد شاه خان عبدالی تا دکتر سیب نجیب، در کل اشرف غنی احمدزی، به جز کشتار، جنایت، تقلب، تزویر، جل، هیچ چیز را نمیبینیم بزرگوار. بلکل بلکل آل موضوع سرورزش هست. قسمی که امیر صاحب جوانم گفتهشانی بود که ورزش سیاسی نسازیم و یکی از سران طالبان که با قهرمان ملی ما راشد خان هم صحبت شدن، توصیه اونام بود که ورزش ملی نسازیم. وقتی ورزش را ما نخواهیم سیاسی بسازیم، ورزشکارمان مدال خود را در گردن یک طالب اوزان میکنه، آیا اینیم ورزشکارا استخدام شده نیستن؟ چرا ورزشی که اینا از او مدال گرفتن و این مدال را در گردن کسی اوزان میکنن که ده 20 سال در لباس زن از یک شهر به شهر دیگه فرار میکرد؟ روتان صاحب، شما امی سوالتان ارائه کردین، بخاطر که زیادی وقت جلوگیری کرده باشیم لطفا تکرار نکنین و در ادامه گپای خود ما میخواهیم که جایش از بگویم که قهرمانای ملی افغانستان ای که تا مرحله نیمه نهایی به اولین بار رسیدن، بر اونا بر همه ملت افغانستان تبریکی عرض میکنم. و زمین برادر، این منظورتان توپ دندبازا را میگین؟ توپ دندبازا ما بر این سوالت جواب میتونم در صورتی که بر ما ایره تایید بسازی. خودت مشکل سواد داری یا مشکل تلفظ کرکت داری؟ نه، ما کرکت دیگه چیز است. نه دوست عزیز، ما زبان خود را داریم، ادبیات خود را داریم. در ادبیات زبان فارسی کرکت نیست. کرکت یک واژه است که کسایی که این بازی را اختراع کردن این نام را گذاشتن. اینمی که یک نفر یک چوب میگیره در توپ میزنه، اینمی در زبان فارسی ما لهجه کابلی توپ دنده میگن.
یکی حال تو به صفت یک پشتو زبان کرکت را واژش مستقیم در زبانت قبول کردی رب به شما میگیره. من پشتو زبان نیستم و چیز فارسی ما شما فوتبال چی میگیم؟ شما فوتبال چی میکنین؟ اینمی کرکت را در فرهنگ ما فوتبال لغت انگلیسی است. کرکت لغت انگلیسی است، فوتبال لغت انگلیسی است. حالا یعنی من اجازه ندارم توپ بازی فوتبال میگیم توپ بازی. توپ کرکت هم توپ داره، فوتبال هم توپ داره، باسکتبال هم توپ داره. خب فوتبال هم توپ بازی بگو برادر، این خود توپ دنده شد، فوتبال توپ بازی شد. اما آقای رحمانی خوب گفت. باز سعید فروتن صاحب مقصد این نماینگر عظیمی فهم خود شما بیان میکنین که برادر امی تو به صفت یک انسان وقتی میگی بازی توپ دنده افغانستان سیاسی نشه، بازیکن مدال خود را در گردن طالب اوزان میکنه، آیا اونا خودشان سیاسی کردن نکردن؟ امیر مشخصا اگر اسم امو ورزشکار که مدال خود را برای طالب تقدیم کرده میشه بگوین؟ مدال کتاب بدون شخص اول و نمایندگی از کرکت بازا یا توپ دنده بازای افغانستان مدال ناچیزی که اینا به دست آورده بود بعد از شکست ذلت بار کابل که رفتن در گردن یک طالب اوزان کردن. کدام ورزشکار؟ کدام ورزشکار نام از دوره میفهمی خودت؟ آقای بختیاری صاحب شما هم ویدیو را دیدین؟ من نامش نمیفهمم. خوشبختانه که نامش برادر عزیز برادر عزیز همین قدر میفهمم که یکش بر است دیگهش بر است، یعنی امی توپ دنده بازای افغانستان که نمای تیمرش ایجاد کردن این دو طرف خط دیورند است. برادر عزیز فیصل جان امی پرچمی که سر شانه ات است به حفاظت از همین پرچم چند هزار نیروی امنیتی کشته شد، کی کشتش؟ یعنی هم یک بحث یک چیز از خود ترتیب می داشته باشه فعلا که بحث ماورزشی است. نه 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 جواب نمیدی، گوش کن برادر، زیر همی پرچم زیر همی پرچم. آقای ارمانی سپیدون دیگه نظرشون رو مطرح بکنم. اگر یک کم گذشته تر از او بریم که کی چی کرد و پیشتر از او بریم که چی کرد بعد از او چی کرد برادر، من میگم که دیروز یعنی اتفاق افتید کسایی که توپ در نباز بودن شکست خوردن، شکست ذلت بار رفتن کابل مدار خود را در گردن طالب اوزان کرده. به ما میگی نامشه بگی او برادر اونا ارزش از این نداره که حداقل من در فکر ازی بشتم که کدام ازی چی نام داره، یعنی چی؟ در لایف خودت بیننده تقریبا نزدیک به 2500 نفر است. سایکو اول امیر چی یک عقده کلان در دلت است که شکست آقای فیصل 2500 چی میکنین؟ یک ساعت بعد اینمی حرفای خودت در روی کانال یوتیوب قرار میگیرن، میلیون ها آدم میبین. اجازه بدید هر جا میره ولی گپ در کجا است؟ سر اصل گپتون بیایم که شکست چی گفتن؟ شکست چی رقم؟ شکستی کسایی که یک روز پیش شکست یک نام دیگه یا شکست صحبتی داشتن که گویا تیم در مقابل یکی از توپ دندبازهای یک کشور دیگه موفق شده بودن. امیر یک بار تکرار کن شکست غمبار گفتن چی گفتن؟ شکست ذلت بار شکست زلدبار کسایی که طرفدار بشکه زرد هستن و توپ دنده افغانستان را شکل داده بودن. من میگم من واقعا یگانه ویدئویی که در 2024 لذت بخش بود از دیدنش لذت بردم شکست زلدبار اینمی تیم توپ دنده افغانستان. اینال فکر فروتن صاحب لایف از خودت هست، بیننده کلش از خودت هست، من نظر خودت در این باره میگم شکستی که سر همه افغانستان بلند کرد، یک تیمی که 10 سال نمیشه سابقه جام جهانی رو داره، 10 سال نمیشه اولین بار در 2015 در جام جهانی اشتراک کرده بودن، تیمای همچون استرالیا، نیوزلند، سریلانکا، پاکستان، بنگلادش، تیمایی است که کم از کم 50 سال سابقه، پایین ترینش 50 سال سابقه در ورلد کپ داره، اونا رو شکست داد که در مرحله نیمه نهایی رسید. این شکستی که در مرحله نیمه نهایی خورد این بسیار یک شکست سربلند است. برای یک چیز ببینی اموطن اجازه بده من آدمایی که توپ دنده ایجاد شده تیم توپ دنده افغانستان شکل داده بودن یک لحظه آقای فیصل ده سانه من اجازه 4 سال است دروازه من کافی برای خانوهای سرزمین بسته است. من تو کم ده سانه اما مدال خود را این تیم تروریستی در گردن کسی اوزان کرد که دروازه مکتب را دانشگاه را برای خزن و دختری و سرزمین بسته کردن. او پوینت بعدی سر شکست زلدبار که گفتین برای تاییدی گفتم که شکست سربلندی بود لایو از خودت است، بیننده و فالوورای خودت است، هر کس که میگه شکست با سربلندی بود قلب با بیرق افغانستان کمنت کنه ببین که در لایو خودت چقدر قلب با بیرق افغانستان میآید.
اینا مو تو بیننده باشیم، کمی کسایی که بیننده است آیا شکست به سر بلندی بوده یا شکست لذت بار بوده؟ اونا دیدیم چقدر اومد قلبک با... لذت بار نگفتم برادر، ذلت بار گفتم، خوار شدن، ذلیل شدن، زبون شدن، سرفگنده شدن، بیچاره شدن، کابل رفتن، اما مدال ناچیز شدن در گردن یک انتحاری که 20 سال در لباس زن و خوار و مادرش از یک شهر به شهر دیگه میرفت آوزان کردن. مردم گپ خودت تایید کرد یا از مرا تایید کرد؟ قلب بی بی بیادر گمش که بیادر، من دیدگاه نظر مردم برم مهم نیست. نظر خودت بگو، من میگم زیر همین پرچم کی چقدر انسان کشته شد؟ زیر همین پرچم که تو یک لحظه صبر نکو، بگو زیر همین پرچم چقدر انسان کشته شد؟ چه قیاتیم شد؟ پرچم انسان کشته نشده. پرچ... باز خیلی گفتم اگه شروع کنیم از شروع تا هیچه بیم بسیار کشته. شروع نکو برادر. ترورست که آدم کشته خود دستش در اردش یکی است دیگه. وقتی که تو دفاع میکنی از اونم اردش یکی است. چه, با... چه تیم کرکتش که میره طالب دفاع میکنه اردش یکی است. اردش اونم انسان های کشته شدن یادت رفت؟ تیم کرکت از طالب دفاع نمیکنه. طالب بله دف... وقتی که دف... وقتی که میری دست میدی در میمونی شرکت میکنی یعنی چی؟ یعنی تو یا سواد نداری یا سواد نداری. نظر شما یعنی معنی چی است؟ آقای رحمانی نظر بتن، بعد آقای بختیاری و بعد آقای اکرم شمس، یکی از طرفدارای بشکه زرد را هم در برنامه داریم. این بدبخت میگه ما خودم از ثبت نام انتحار کردیم. این یکی از طرفدارای سرسخت ملا ایبت الله است. انشاءالله که حالا بیاد آقای فیصل نظرت مطرح کو، بعد از آقای مجیب رحمانی میگیریم، بعد از آقای بختیاری و بعد از اکرم شمس میتونین دوباره صحبت کنین. بالکل نظر ما با سوال شما یا فروتن صاحب که فعلا اونا اگر مدال خود دادن یا هر کاری کردن اول هم چیزه تو حقیقت نیست، چون مقام اول و دوم مدال میگیره اونا در سوم و چهارم اوت شدن. و پوینت دیگه اگر کدام من اف دی میچ یک نفر شخصی مدال شخصی کدام، چون در افغانستان چهار نفرش مدال شخصی بهترین بازیکن میدان در میدان که بوده چهار نفر گرفته، اگر مدال شخصی خود کسی داده او کار خودش است و او را که حکومت در دست اونا هستن، شاید که از حراس بوده، شاید از احترام بوده یا هر چیز بوده، او کار شخصی شد. اما تیم ملی کرکت کل بازیکن‌ها امریت بزن رولا خان میزنم فعلا گفتنی من نیست. اگر کدام نفر آقای فیصل با شما برمیگردیم، آقای رحمانی سیب از این مهمان تازه رم آقای رولا را خوش آمدید میگیم. دوستان متعال شما بند کنید بچه سگ و متعال تو بنده اوان دیگه اوان بچیم خیر دشنام از تو دیگه از تو چیز ساخت کرده سکن کیافه ایره سکن دوزده نیزه نمان سده نیزه دوزده فوش میدهی چی گفتی؟ چرا دوزده نیزه دوزده توهین نکو بیا سب صحبت کن بی بی اینمی نسل نداشتی باز فش آجل بخش نسل که نسل که با آقای فیصل اگر کمریت بستکنی شمارم پایان میبرم نسل که نسل نسل که نسل ببین نسل رو صحبت نکن میای با دلایل مخالف چرا کار نداشته باشی؟ نسل تو مرا در بدر کرد. نسل نوبت من میاد حالا من نوبت من میاد خب ببند کوی خره دیگه دوستا و می کسایی که بیننده می برنامه هستین شنامه فردوسی تو از شنامه فردوسی یاد کردی؟ آقای تو چی هستی تو؟ آقای اکرم شمس مایت بنک لطفا امید اصول برنامه را رعایت کنین. دوستای عزیز این من فروتن برای خودم اجازه نمیتم که انسانایی که دشنام میتن شما با یک کودک وقتی مواجه میشین کودک فحش میتتونه، هم گریان میکنه هم فحش میتتونه. بچه افغان وقتی سواد محروم است در برابرتان قرار میگیره دشنامتان میته. عالمی روح الله نام را که بالا آوردیم خوار مادر گفته دشنام داد، آیا ما نمیتونیم به خوار مادر می حرفی زشت بگوییم؟ میتونیم، ولی از این که ما قوی هستیم متوجه باشیم دشنام عادت ما نیست. اگر گیر ما خورد، اگر این بار در او وطن جایگاه ما را تثبیت کردیم، دشته های لیلی را شاهد می باشیم. ولی من زیاد پر حرفی نمی کنم، انشاءالله بسیار زود در عمل امیر نشان میدیم. آقای رحمانی بزرگوار، چی چیز باعث میشه طرفدارای توپ دنده و کسایی که حامی طالب است فقط فحش میدن دیگه حرفی به گفتن ندارن، دلیل فحششون از نظر شما چی است؟ فروتن عزیز پیش سری که از کنم که گفتم کسانی که در مکاتب مدارس پاکستانی بزرگ شده باشند، زیر پای مولوی ها درس خوانده باشند و خو کرده باشند زیر کمپل از اینا، از اونا تو انتظار نداشته باشی که برای تو دو نزنه. هر کدام از این که میای بالا دو میزنه.
وقتی هم که میگین نسل سیم کارت با زورشون میدن. خب نسل سیم کارت هست، نسل بشکه زرد هست. شما 300 دمی قدر سالی که در پشت انسان یادداشت بگیرین حرفای آبادم حرف میزنه. دمی قدر سالی که من ببین بیشتر که ما برات میگیم جواب ما را نمیدی. امی چارای زنبقه امی انسان کثیف سراج الدین جنایتکار که منفجر کرد 500 نفر کشت امی فراموشتان میشه. امو طفلک بیچاره ازارگی که در غرب کابل رفتی در سر زایمان کشتش، سراج الدین اقانی کشتش، او فراموشتان شده. او انفجار در خوست شد در میدان والیبال 500-600 نفر کشته شد، او فراموشتان شده. مثل دی ازاران ازاران او توبدن او توب فوتبال فوتبال با کله های اردوی ملی فراموشتان شده. باز فردا امروز میره دست به دست همو توق لعنتی که از او چیز گرفته در گردن از اون مندازه در گردن. سال پار مگه ندیده با همی سراج الدین اقانی تمام اعضای تیم ملی رفتن به میمونی شرکت کردن. میگن که نمیشه. چرا نمیشه؟ بجز مسائل تباری و قومی بودن چه چیزی دیگه وجه مشترک بین شما و سراج الدین اقانی و تو تیم ملی توبدنده هست؟ چه چیزی هست بجز اونم؟ یک چیز اینا رو عرض کنم خدمت که شما که می دو میزنی تو هم یه نمیدونم از کدوم طالب از کدوم از قبر بلند شدی اومدی مرا تهدید میکنی که چه بشی سر جای بشی. اینجا افغانستان نیست که تو بشی کردی تهدید کنی. تو اگه مرد هستی ام آدرس تا برات مشخص که تایید میکنیم اینجا برات پلیس برات میارم. راست بازی نمیریم. آدمایی که فحش میتن آدمای ضعیفی هستن. آدمایی که نقد میکنن صدایشون رسو هست. منمی سوال مرا یکیش همی پاسخ بده. بچه های احساساتی شدن منطق. یکی انمی سوال مرا پاسخ بدن. اون آدمای قوی هستن. آقای امی سوال مرا یار کدام شو پاسخ میده پاسخ بده. امو انسانایی که کشته شد 70 80 تا انسانی که فقط در حکومت 4 ساله اشرف غنی کشته شد. همو حق بود یا ناحق بود؟ خب هر صورت این پرسش تان پاسخ میکنم. آقای بختیاری فکر کنم نوبتشان است، بعد از بختیاری آقای اکرم شمس است. کسایی که دمی پایین برنامه است گردتون بسته میشه لایک کردن خب مجانی است، کامنت قلبک گذاشتن مجانی است. او برادر جشن بگیرین. توپ دندی که تعلق به سراج الدین اقانی داشت لروبر شکل داده بود شکست خورد و این قدر اینا بیچاره و نفهم و بیسوادی هم بودن که کابل رفتن مدال خود در گردن طالب اوزان کردن. حال دیگه اینا نمیتونن چهره خودشان را صاف بکنن. اینا کرکت که مربوط به ملت افغانستان است قهرمانان در نیمه نهایی رسید. اصل چی است؟ قهرمان اثر بلا است. بگو در نوبتت ما با در نوبت گفت میزنیم. آقای بختیاری بفرمایید بزرگوار سوال دان دوباره بردن سایم دوباره سوال دان طرفدارای طالب جمع توبدندبازای افغانستان یعنی یک تیش پیشتر آوردم اما عاجل به خوار و مادر شروع کرد. اینمینا دلیل اینمین گونه فرهنگشان اینمی منشیش از کجا است؟ چه چیز باعث میشه که اینا فقط دشنام تحقیر توهین تهدید دیگه رای را نمیفهمن؟ یعنی کاملا از بنام منطق هیچ چیز آشنایی ندارن. دلیل ناشنا بودنشان با منطق از نظر شما چی است؟ تشکر. بند برادر مایک تا دیگه بند. تشکر فروتن عزیز. بسیار جوابش واضح است. این ناشی از بیسوادی، بیفرهنگی، تمدن گریزی، عدم تعلیم و تربیه این بسیار مثل آفتاب روشن است. شما وقتی که اگر عمیق‌تر فکر بکنین زمامدارای از اینا زمینه تعلیم و تربیه را به اینا مساعد بکنه، اگر زمینه دانش آموزی و تحصیل را برای از اینا مساعد بکنه، اگر اینا را تمدن برشان بیاموزانه، خب اونا یک مشت آدم های بسواد بالای از اینا حکومت کده نمیتونه. اگه ای کار بکنم انتحاری را پس کی کنم؟ از شما اینال سوال میکنم پس ام انتحاری با کی میمانه؟ بس کس انتحار نمیکنه. من یکی یک بچه درس خوانده تحصیل کرده استم، انسانم میفهمم، معنایش انسانیتم میفهمم، تمدنم میفهمم، فرهنگم میفهمم، حقوق بشرم میفهمم، ارزشش من خو انتحاری نمیکنم. من خو توتا شما به انتحاری روی نمیارم. او را باید یک بچه بی تربیه، بی سواد، از فرهنگ و تمدن دور ای کار بکنه. خب این ضرورت است برای طالب. شما این لشکری فحاشه که میارین بالا عاجل چی میکنن؟ اگر برای از اونا واسکت برابر باشه با بشکه نمیشه گرم خدا میترقانن اینا. خب بدی کارمی است که ما با یک طرفی که اونا اهل تمدن و گفتگو باشن، اهل منطق باشن روبرو نیستیم.
ما چی میگم گپ ما فروتن صاحب عزیز، ما از خود و از دیگه رفیقا و دوستا خواهش ممی هست که ما هیچ وقت باید احساساتی نشویم، به خاطر از اینکه اینمی چیزایی را که شما اینجا میبینین حقیقت های تلخی است که در جامعه وجود داره. امروز جامعه را اینمی طبقه مردم از بقا قرار بردن. ما وقتی که بی‌ثباتی میگیم، بی‌امنی میگیم، بیکاری میگیم، تعلیم و تحصیل و صحت و هر چیز میگیم آسیب دیده، اونمو خاک توته و پاره و ویران است، علتش تمامش اینمینای هستن که اینجا شما میبینین. اگر این ملت اینمی مردما کلگیش اینا باسواد میشید، اهل تمدن و فرهنگ میشید، وضعیت بدون شک تغییر میگد. میام سر مسئله باز دوباره دوست ما تکرار میگد پایان رفتن، کرکت سیاسی باید سیاسی ساخته نشه، فلان نشه. این بیرق را که میبینین اینجا، این درفش سه رنگ در شانه خود بالا کرده، این همی دروغ میگه، این همی صادق نیست. اگر این همی را این درفش بالا کنی، در پایین شک درفش سفید دیگه وجود داره، او را بالا کنی زیر از او یک چهره غیر انسانی دیگه وجود داره. یک واقعیت هست که آدم از این کار کرده نمیتونه. اینمی حال بیار، اینمی آقای که اینجا اینک زده، یک روز دیگه ما امرایشان صحبت کردیم، شما آخرین مرحله که اینا را به بحث بکشانین، میرن به چی متوصل میشن؟ به بیراهه و به زورگویی و به یکتازی میرن، چون دیگه هیچ چیز برای گفتن ندارن، دلایل استدلالی وجود نداره. آیا باطل را شما میتونین سفید جلوه بدین، حق ثابت بسازین؟ امکان نداره، باطل باطل است برادر. سپاس آقای بختیاری. آقای اکرم شمس، یکی از چهره های جنجالی و یکی از آدمایی که بار بار بسیار با افتخار گفتن که یکی از کسایی هستند که شارتلیست کرده بودن در حمله خودترکانی، از اینکه قاری صاحبام زیاد بوده، ملا صاحبام زیاد بوده و نوبت به این نرسیده که زودتر بهشت میرفت، بدبختانه بگویم خوشبختانه بگویم هنوز همی زنده است. آقای اکرم شمس، مگر امی تیم کرکت را نمیگن که نمایندگی از مردم افغانستان میکنه امی توپ دنده بازا؟ وقتی اینا غیر نمایندگی از مردم افغانستان میکنه، افغانستانی که نیمی از جامعهش از درس کسب دانش محروم شده، اینمی توپ دنده بازا با کدام وجدان مدال ناچیزی را که بعد از شکست ذلت‌بار روانی کابل شدن و دست آورده بودن در گردن یک آدمی انداختن که دروازه مکتب و دانشگاه را بسته کرده. میشه در این ارتباط نظر شما را هم داشته باشیم؟ بفرمایید. زنده باشی آقای فروتن، عرض سلام ادب خدمت شما و دو تا حاضرینی که در تالار هستند، در امی حساب ویندوز ما هست و کسایی که در پایین لایف حضور دارن. عرض میکنم، عرضم به حضور شما که اول تر از همه یادم نره پیروزی های پی در پی ورزشکاران افغانستان، وارثین اصلی افغانستان، چی در رشته کرکت، چی در رشته تکواندو یا مبارزای رزمی که در رأسش جناب نصرت حق پرست یک پیروزی بسیار بزرگ را نصیب مردم افغانستان ساخت، و همچنان ورزشکارای کرکت ما که ای برای تمام افغانستانی ها، کسایی که از مو بیرق سیرنگ یا فعلا در بیرق سفید طرفداری میکنن، تبریک کردم. اکرم شمسی، یک چیز کوتاه، اگر چند بین صحبتات میایم ولی کوتاه، امی چگونه همیشه عادت همون است آقای اکرم شمس، امی یک چگونه یک وجدانی است که تو میبینی تیم توپ دنده مدال خود را در گردن کسی اوزان کرده که دروازه دانشگاه و مکتب را بسته کرده؟ زنده باشیم، بفهمیدیم اجازه بدیم میایم سر ازمو. ببین آقای فروتن، اگر شما توپ دنده میگین یا ما کرکت میگیم، بس پسوی جهانی کرکت میگن که این کشورهای انگلستان، استرالیا و کانادا و پاکستان و هندستان و چندین کشورهای دیگه است که به حساب در این ورزش بسیار، این رشته ورزش بسیار علاقمند داره و مردم ها تا ساعتهای نیمه های شب مردم بیدار میشینه و این بازی را نگاه میکنه، چون به این شما به این بازی به شما به حساب ناشناس و معلوم دار که شما هرچی از دانتان برای میگرد. دوم اجازه بتین، دوم اجازه بتین، برای اجازه بتین آقای فروتن، اجازه بتین صحبت های میادم میرد. چطور در گردن کسی مدال خود هم اندازه؟ اجازه بتین، خب ما میایم سر میگه، اجازه بتین میایم سر میگه، میایم سر میگه، اجازه بتین که با صحبت های میادم میرنه. وقتی چلک منداختی امیرشتی کلام از دست ما میره. این مدال را که گرفتن برای یک کشور به مانند افغانستان که بعد از 45 سال
به حساب آرامی را میبینه و مردمش در صلح و صفا زندگی میکنه و ورزشکارای ما ماشاءالله آنقدر پیشرفت کردن که میتونن با ابرقدرتهای های ورزش به حساب رویارویی کنن. و آمدیم در باره مدال، گفتم که افغانستان یک کشور بسیار به حساب جنگ دیده بود و در رشته ورزش یا بسیار به حساب نام بالایی نداشت. خب برای افغانستان تا فاینل نیمه نهایی یا به حساب مسابقات نیمه نهایی بسیار یک راه سختی بود. خدا را شکر که در اونجا رسیدن. و این مدال به نظر شما می آمد در گردن کی منداخت؟ در گردن احمد مسعود منداخت که در فرانسه گریخته بود، در گردن از این غدارایی که برادر ما پیشتر گفت که چندین نفر در 4 سال کشتن، اینا از یادشان رفت که در طول 14 سال جهادشان اجازه بده اجازه بده آقای فروتن، آقای فروتن لطفا، آقای فروتن لطفا با داخل بگو گپ ما، گپ میادم دیالوگ شوه. اگر توپ دنده وجدان می داشت نمایندگی از مردم افغانستان میکرد، به نمایندگی از مردم افغانستان اینمی توپ دندبازا مدال خود را در گردن یک زن بیچاره اونو کابل منداخت که میگفت از حق و حقوق انسانیش محروم شده، امروز کار شاقه انجام میده تا شکم کودکایش سیر بکنه و او مزرای حلال نه در گردن کسی که در گردن از او انداخت، در گردن از او انداخت که این نماینده 40 میلیون فقیری که در گردن یک کسی انداخت که تنبانی اجازه بده آقای فروتن، نماینده اجازه بده آقای فروتن، اجازه بده دیگه صحبت کنیم، در گردن اجازه بده، در گردن نماینده 40 میلیون فقرا یا فقیرا یا مو بیوزنای انداخت که در طول 14 سال جهاد یا در طول به حساب 5-6 ساله که در زمان بودن در حکومت که 60,000 کابلی را به شهادت رساند. یعنی منطق شده مردم در گردن از اونا میده کسایی که زنها را بیوه ساخت، کودکان بله. یتیم ساخت، در گردن قاتلی نشان آمده توپ دندباز نخیر مدال خود در گردن دارد. کسی من انداخت من نمیدونم توپ دندباز در گردن در گردن کسی انداخت گوش به آقای زرد اوزان است آقای فروتن در گردن اجازه بده متاسف است توپ دندباز سپورت اجازه بده تو در گردن کسی انداخت که به نام صالح محمد امی امرالله صالح کوردینات داد که برو بیدر مادر بمبار در فلانه جای بمب پرتو که بیدر اونجا غریب مسکین بیچاره کشته شده. در بگر او که او آدم توانست اونمو امرالله ناصالح تا راه های بسیار دور دراز فرار بته در گردن از او انداخت، او را نماینده مردم افغانستان میدانند چون اونا کسانی هستند که جهادشان برحق بود، فکرشان یا به حساب امو مفکورشان آبادی وطن بود، پیشرفت وطن بود که ما شما هر روز با چشم سر میبینیم. ایره من نمیگم، ایره من لاف نمیزنم، ایره می 40 میلیون نفر در افغانستان یا فرض مثال کسایی که در این سوشال میدیاس هر روز میبینن که گوشه گوشه افغانستان آباد میکنن و افغانستان هر روز به پیروزی و به ترقی میرسن. سپاس آقای اکرم شمس، با شما برمیگردیم. دیدگاه نظر در اینجا آزاد است. اینمی اکرم شمس یکی از طرفدارای بشکه زرد است، حق داره بیا نظر بده. اما دوستا احساساتی نشیم، ما پیام خدا داریم، مخالف ما پیام خدا داره، اما انسانی فکر میکنه. یک تعداد که میان قومی فکر میکنن، منافع قوم برشان تبارشان مهم است، روی نمی وجدانشان پای خود را میگذارن. کسی که دروازه مکتب را 4 سال است بر رخ دختری و سرزمین بالای سنف 6 اجازه نمیده که مکتب بره، دانشگاه هم خبری نیست، 4 سال یعنی 400 سال نیم جامعه و سرزمین را به عقب بردن و ده هیچ کشور اسلامی دروازه مکتب و دانشگاه برای دختر و زنش به نام دین بسته نیست. بدبختانه دین اسلام را اینقدر بدنام، یک دین وحشت، یک دین بربریت طالب ساخته که امروز زن اجازه نداره وظیفه داشته باشه، زن اجازه نداره مکتب بره، زن اجازه نداره درس بخونه. درس خواندن گناه کبیره محسوب میشه. در کجا؟ در افغانستان. اینال میشه طرفدارای بشکه زرد. ما میگم ورزشکارش هم دمی کونش بشکه زرد بسته است، امی دکاندارش هم دمی کونش بشکه زرد بسته است و حتی امی طرفدارش هم، اینمی برادر دیگه این پرچم سیرنگ دمی روی شانش، اما نمیفهمه که اینمی پرچمش طالب از امو دروازه ارک پایان انداخت، رویش پای خودم گذاشت، لگتش هم کرد، حالی آمده است
توپدنده دفاع میکنه که او مدال خود را تحویل طالب کرد و گردن طالب اوزان کرد که خوب کردی دروازه مکتب را بسته کردی، خوب کردی کودکی سرزمین نمیگذاری که درس بخونه، خوب کردی که می پرچم ما را از امی بالا یرد پایین انداختی. آقای فیصل، به نام وجدان واقعا چیزی را، یک واژه‌ای را آشنایی داری؟ اگر وجدان میار باشه، آیا واقعا عمل توپدنده باز که مدال خود را تحویل طالب داد محکوم نمی کنی؟ بفرمایید بزرگوار، مایکتان باز کنید. فروتن صاحب عزیز، اول خو طالب ها اگر به احترامی میکردن، پرچم و جایهای بسیار دیگه بود که نسبت به این پرچم شدیدن از اون نفرت داشتن، که بازم گفتم که پوینت سیاسی نمیبرم. اگر قرار بود که اونا زیر پای میکردن و به احترامی میکردن، در یک سمت طرف دیگه اگر بری اونجا بسیار چیزا هست که از این پرچم کده سختر. واضح صحبت کن، وطن در لفافه گب نزن. این برنامه این برنامه است. سوالتان درباره کرکت است. اگر پرچم است، اگر ناموس است، طرف اصلا تو واسه آبرو و عزت تو تام منظورش بیش یه چیز دیگه بود که زیر پای افتاده است، ولی احترام کردن در دروازش پیرم پیرادار موندن. منظورش از این دیگه باید فهمیده باشی که ترجمان آقای فیصل، منظورتان مقبره احمد شاه مسعود است چیز؟ من خودم نمیفهمم، امی واضح‌تر گپ بزنید. چون تا جایی که تایم امی که بچه‌های اوغان رفت در بالای مقبره قهرمان ملی سرزمین افغانستان اتن کردن، امیر میگه نه نه دفتر قبر اتن نکرده. تو فروتن جان، تو در سر فن مرده های مردم تو اتن کردی. بله سکن فروتن سر، من سر سوالتان میایم که این بیرق، بازم تکرار میکنم، طالبا بابرو به عزت پایان کردن، بیرق زحمات خدا که در مقابل دوزار مردی خدا در جلال آباد کسایی که پرچم روی شانشمون کلاهش چهار سرکه ماشین کردن، حقشون است، رویشان سیاه کردن. اینی میول اگر تو در افغانستان باشی بودی سیاه میکنه که تو میخنی در صورتت چیز از دستت میره حکومت میگی با عزت کردن. او برادر بگو که عرض کردن بگو که از اینی ازار طالب نیستن، فقط برای طالب لابی میکنین جنگ مقدمی چشم مقایی تنبان چیز دیگه معلوم نمیشه. من اونو پرچم اینی چیز آشنایی ندارم. او برادر شما زیر اینیمی رنگ پت شدین. اگر طالب رسمیت داشته باشه یکت به اینیمی پرچم احترام نمیگذارین. ببینین اینی من فروتن دشمن اینیمی پرچم، دشمن طرفدارای اینیمی پرچم هستم. هیچگاه پرچمتون آتش نزدیم، هیچگاه خدای نخواسته زیر پا نکردیم، هیچگاه تعویل و تحقیر نکردیم. ولی ببین از با اینمی رنگ، با اینمی قیافه، با اینمی پرچم به من ازار معلوم میشه، این حقم است بیاییم در موردش گپ بزنم. گپ توهین‌آمیز نزن فروتن صاحب، بجه داکتر هم نشته کردی یا نه؟ فکر که یک داکتر که به این سویه گپ بزنم برادر، تو در میگه این خوب کردم این پرچم رو با عزت پایین کردم. کسایی که این پرچم روی شانش بود رویش سیاه کردم، چرا خمی با عزت بود قفاق زدن؟ حکومت در دستشان است، هر کار بخواهند میکنن، اما انوز هم مراحت کرد. چرا ضعیف هستی؟ چرا دفاع میکنی؟ چرا خیلی پرچم روی شانت ماندی؟ غیرت کجا شد؟ کجا شد که میگی پنج از آقای فروتن، اگر برای من اجازه دارید که من کلی بعضی کلمه هست بعضی صحبت ها یادم رفته. یعنی سوالای سیاسی رو من میخواهم که برادر ما جواب بتر. آقای فیصل، اگر من برادر سیاسی جواب بتر فایسر، اینا دیگه همی پرچم از سر شانه تنداختی. کجاست غیرتت که تو از پرچم دفاع نمیتونی؟ یک که گفتم با سیاسی نبر، اینمی پرچم اینمی ما یک که نوانم بر سفا بگرم پرچم یک دقیقه ای پرچم ها میفهمی که سر طالب ها پس کرد. ما و تو تاجک و کل مردم تاجک که ما خودم هم از بوجم هستم، ما شما اگر حکومت برج مرج نمی بردیم، پشت دکتر عبدالله استاد نمی شدیم، حکومت اشرف غنی را خراب نمی کردیم، این پرچم با اشرف غنی که نیمی شب رفت، نیمی شب رفت اشرف غنی را، اشرف غنی بر موضوع مراحت کرد، 500 هزار رای جعلی اشرف غنی بر موضوع مراحت کرد، گوزفند لاغر چاخ کرد، انتخابات به گن کشید، در سطح دنیا مردم را بدنام رسوا ساخت، مردم تاجک، مردم سمت شمال، مردم پنچه کجا فروتن صاحب اجازه میدین من مداخله کنم؟ یه فقط سر من نداره تصویر و اماقت و رضالت است. فروتن صاحب با کمال بی‌احترامی برادر صحبت میکنه، من ایران هستم. حکومت خراب کرد، بگذار فیصل حرف بزنه. اجازه بدین برای گپ زدن اینا رو، خیلی گفتم که از کرکت دست سیاسی نبرین.
اگه مردم تاجک، مردم سمت شمال کرکت سیاسی حکومت... نبرین بازیکنش به نمایندگی از کرکت مدال خود در گردن در گردن کسی که سر سر 40 میلیون نفوس افغانستان حکومت میکنه داده چی از دستت میآید؟ برادر ما میخواهیم سرنوشتشان از اول خواسته که تو معلومات نداری تیم ملی تابال از تابال از قاره امریکا خارج نشدن تابال اونا 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 در سعی کن دو پاینت اساسی شد بگویم باید فیصل اجازه بکنی اجازه بکنی آقای فیصل تو دیگه 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 خلاص نشده آقای فیصل امی سوال مرا بگی جواب بتی خلاص من امی سوال تا گرفتم آقای فیصل اول تیم ملی که پرچم تا در سر شانت ما طالب که دشمنی پرچم نگرفتن چرا با نوید در این پشت این پرچم پت شده امیال بر طالب لابی کرده رایستی چرا یک دقیقه بر طالب چی لابی کردیم قهرمانای ملی ما زحمت کشیدن 40 میلیون نفوس افغانستان خوش کرده 100 نفرش که مثل تو آره آدمات خوش نیستن قهرمانای ملی ازی که پرچم ازی را زیر پایش کرده در روش بدوی ما افشا شیده پرچم امارات آورده بالا کرده بازی تو بیادبی گه بزن برادر یک برنامه برنامه بدون سانسور است برنامه بحث تند خدای بدون سانسور است اما بیادبی بیادبی نباشه قهرمانای ما بیرق بیرق سرود ملی را در جهان بالا کردن کدام سرود ملی را بالا کردن؟ سرود ملی افغانستان است. شنیدی یا نه؟ کرکت دیدی یا نه؟ تو دنده را نه کرکت دیدی یا نه؟ همو که رفت مدال خود در گردن یک طالب کشال کرد؟ مدال نال برات میگم اول من آقای فروتن به نظر تو در گردن کی بنداخت؟ در گردن گریختگی که در نصف دو بدی شب اجازه بدم در گردن مین ایل زن به کدام بکنه؟ به مینون ها زن داریم ما دخالت تکن طالب دخالت در من زمینون ها زن داریم ما که بیوان بیچار هستن اگر در کدام هستند به نمایندگی به نمایندگی به نمایندگی تمامن زنای بیوه تمامن فقرهای افغانستان در گردنش انداخت مداله بله اون نمایندگی است نه برادر همی شما دو تا افغان هستین هر دوی تان وق 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 هم اندازین خوی اجازه بدین برای وق وق بزنین همی دو نفر هستین همی دو نفر بیتر بگی بکنین شما توان بحث نداریم ما یک تا بسته که مثل انسان یک تا ایتان گفت بزنیم بعد دیگه تان گفت بزنیم بیا تر بیا افغانستان از کن کسی که تو بگه انسان نیست اون خودش انسان و از خرستان است بسیاریش بزرگوار ما یک تا بسته که آقای اکرمی شمس ما یک تا بسته که بگذارم این طرف دارید قهرمان های ما میگه بیرق سه رنگ روی شانش مانده برای طالب گفت زده رایست یک دقیقه فیلمتان سه اول گفتم نام نفر بگی کی داده نام نمی فهمی دوم من میاله در انترنت معلومات کدم تیم ملی کرکت افغانستان تابال در قاره امریکا سک و دوم گپه که اونا مدال نگرفتن که برای کسی عدیه کنن وقتی که تو یک چیز را خودت نمی فهمی بگی برای من شامت کی مدال برای کی داده بکر. خب ما میگم که ویدوی شدیدیم ای که تو باور نمیکنی نکن حالا بدارین میاله برد در انترنت 400 نفر کس بزنیم اونا در قاره امریکا سن هنوز 4 بجه صبح کرکتشون خلاص شده از قاره امریکا سال از قاره امریکا سال با سرادین یک سوال آقای فروتن یک سوال امین در نوبت آقای من نه باشه من یه صبر کنید دون کمی غلطی از ایرما بکشون با در نوبتتان سوالتان ارائه کنین از قاره امریکا تا قاره آسیا چند ساعت رات اونا 6 بجه صبح بازیشون تمام شده نه خلاصه هر جایی که تیم کرکت است در محل حضور پیدا کرد به نمایندگی از افغانستان توپ دندبازای افغانستان مدال خود را در گردن یک طالب آوزان کردند ویدیوش پخش شد برادر کدام طالب کی را بر کدام طالب خب به هر صورت دنوش جانش رو اون محبت وقتی که سر 40 میلیون نفوس افغانستان ما دیشمی میاد صد قیصر سلام عدالت وقتی که استدلالتان آنقدر کودکانه و بی منطق است هیچ منطقی جز نمیبینم جز پشتونگالی هیچ منطقی من میگم پارسال مگه ندیدی همین تیم ملی رفت پیش می دنوبت گفت پیش همین سراج الدین اقوانی پارسال مگه میان نرفتن امیان نرفتن مهمونی نگرفته بود در سراج الدین اقوانی امیان رو دعوت کنه اون سراج الدین اقوانی که میرفت از احمد مسعود می بود پیش از اون میرفت پیش سراج الدین اقوانی حکومت از پیش از اون بابا یک دقیقه به من دیده هره تا دیگه کسی دخالت نمی کنه در مایکت و منظورم اینه اگه احمد مسعود هم اینمی رقم جنایت میکرد اینمی رقم باید اگه من تاجک اگه یک دفعه در تیم کرکت میبودم یا تیم فوتبال میبودم حتما با این کار میکردم نمیرفتم باش دیدن میکردم شما فاقد وجدان هستی فاقد انسانیت هستی چیزی که در وجود شما رو کور کردین چشمای شما رو کور کرده ما نگویم ما بگویم توهین نکن ما بگویم
بگو ما فقط وجدان است. شما ما نه شما بگو شما چی رقم وجدان است؟ چی رقم وجدان است؟ وطن صبر کو یک وطن دارت میره مدال میاد ببند 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 دهن گشاد تا ببند دهن گشاد دهن خواست ببند صدایی تا که من دخالت نمی کنه خود به خاطر میگم گشاد دهنت پاتکانا کو اینجا پنجیر یا شمانی نیست پاتکانا کو وطن دار آزادی بیان هم از گفت آزادی بیان هم از پاتکانا کو بس بیان گفت بزن مثل خرستانی گفت ندن آقا اولا دهن گشان در بسته کن مجبور است ما مایک باز کنم میره رقم باش سردر میشه ببین دهن کن آقای فروتن توهین میکنه بگو آدم ما رو صحبت کن انسان چی هست میگم دهن رو بسته کن من کم رو بزنم فاقت وجدان کشت نداری فاقت وجدان فاقت وجدان هستی فاقت وجدان نبیده کمی نوری فاقت وجدان کسی هست که فرم فاقت وجدان هستی فاقت وجدان هستی به خدا فاقت وجدان هستی آقای رحمانی آقای رحمانی همین اشخاص که در استودیو هست اینا رو مخاطب قرار ندین نظرت مطرح بکن اگر من جایی که باشم وقتی که ندی خوی نمی نمی اینمی انسان اینمی انسان از اونمو از اونمو از اونمو جنایتکار آدم کشی که انسان ها را سربنیز کرد انسان ها را با کله های فوتبال بازی کرد از همو دفاع میکنه بدبختی اینجاست که میگه گپ نزنی که نمیشه که گپ نزنی وقتی خودت دیگه من توهین میکنم که زرد آوزان است مردی خدا تو گپ بزن اما خطاب نکن شخصا از امی تفکر دفاع میکنه وقتی گپ هم میزنی میگه تکفیرت میکنن ما مشکل میشیم ما میگم حکومت سقوط کرد تقصیر تاجیکا بود و برادر تاجیک چه تقصیر داشت تاجیک قدرت داشت قادر سرقماندان اعلا بود تاجیک چه کارگر تاجیک رئیسش امنیت بود چی بود تاجیک تمام صلاحیت سه تا جمهوری سه نفره برش میگفتن سه نفره کی بود موهب فضلی اشرف غنی تمام حکومت دست از این ببین ساکت باش ما عارف ما میتونم بعد البته یا داشتیم وزیر دفاع خلاصا بود رئیس امنیت خلاصا بود ببین تمام قدرت دست شورای امنیت بود شورای امنیت کی بود سه نفر صلاحیتگر اصلی کی بود موهب فضلی اشرف غنی بودجه از کجا میومد دست وزارت مالیه و بعد مقصر کی میشه تاجیک و هزاره خب برادر این سال این ذره من برات میگم که اینجا میگه مقصر تاجیکا بودن تو پیش تو چیکار کردی پیش توی پختونوالی چی کار کردی؟ تابال در علمان تو در کابل تو در لوگر تو در پندار تو یک توالت نداری؟ یک فرهنگ درست روی نداری؟ گپ هم که میزنی بده برو در کرد جواری گویتانه میکنی همون که در افغانستان کسافتتان را کردی خال در کرد در جای جایش آقای رحمانی سپاس بعد گپم که میزنی نان ببین نان 30 میلیون انسان آقای رحمانی یک موتی دیالوگ کنیم آقای رحمانی یک موتی من با تو دیالوگ نمی کنم من با تو نه 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 دیالوگ کنیم تو گوش کن گوش تو خود دانه دوام میگی شما تا گوش کن گوش کن آقای کلی تو استدلال بحث منطقی نداری یعنی کلی تو خان جنگاندار با امثال تو منطقی کلا آقا ما به منطقی بس میکنیم تو منطقی بس کو آقای رحمانی تو از فکر کنم از همین سر کوتل خیرخانه او طرف هستی تو برای من در منطقه تان یک بازار لباس فروشی لکس نشان بده یا خانه لکس نشان بده یا برکو یک سرک قیر نشان بده اجازه بده ما تو را در قندار یک در قاقای فروتن ما در قندار یک در قندار ما در قندار خانه را نشان نمیتم که بسوی امریکا گرات سیتومات بازده من که میگم منطق نداری بگو ندارم آقا خانه لوکس نشانه پیشرفت نیست کی از خیرخانه نشانه پیشرفت نشانه پسرفت نشانه بدبخت کشور نشانه نداره بخوری خانه توالت کش... یعنی خوبی بید گوش کن توالت که توالت یک چیز ساله هست یعنی دستشویی دستشویی یک چیز ساده هست کشور اقصد تو گره نشانه پیشرفت نگیری یک دقیقه دیالوگ میکنیم گفتی توالت نداره بخوری پیشرفت هست چی؟ حال تو گفتی که در منطقه تان توالت نداریم نشانه پیشرفت نیست نداری نداری آن تو در شهر قندار رو برو دان پنجوایی برو آقای شخصی نریم آقای دستگیر خوش آمدید میگیم آقای بختیاری بزرگوار مایکتون رو باز بکنین خوش اینمی توب دنده باز طرفدار توب دنده به نظر نمیکنی تک تک هم اینا بشکه زرد آوزان نیست حتی کسایی که این پرچم سی رنگ بالا میکنه این برادر پرچم سی رنگ روی شانش مونده میگه قهرمانای ملی بالاخره من متوجه میشم طالب هم میگه چرا چی چیز باعث اینمی گپا میشن؟ چرا هم اینا درد نمیدن؟ چرا اینا از منطق به جای کار بگیرن؟
از همین قومیت افغانیت افغانوالی از اینا اینا تیر نمیشن. منافع ملی را همیشه کتم لغتشان میزنن. چرا؟ فروتن عزیز این برادر ما همیجا شمسمی مایک تبند کن لطفا همی اصول را رعایت کن برادر. این برادر ما که بایرق سیرنگ در تخته شانش انداخته، ما فکر میکنم در کشورهای اروپایی بخصوص در نیمه آلمان زندگی میکنه، ما که میبینیم زیاد جلوگیری میکنه که از طالب مستقیم حمایت نکنه. وجهش همی هسته که ای از اونمو کیسی خود میترسه که کیسش خراب نشه. ما بخیر 100% مطمئن هستم، تمام مطمئن هستم. من عرف تونامدم در افغانستان با موضوعی که چی شده آقای فیصل مایک تباز نکن. من میگم آقای بختیاری میکنم وضاحت بتم. در افغانستان طالب از برقه گند افغانی استفاده میکرد. آل در بیرون از افغانستان طالب از این پرچم استفاده میکنه. پوشش از ایناست. اگر نه ایتور یک بشکه زردی که تروتیل درونش برست در نمیکنی تک تک از یه آوزان است. دقیقا پروتان عزیز اما قسمی که پیشتر صحبت شد همین بازیکنهایی که اینا دستی بازتر دارن نسبت به اینایی که قیدتر هستن ایجاب نمیکنه که اینا بیرق سفید ای رو طرف کنن، سفید بگیرن مستقیم پیش برون. میبینین شما مستقیم مانا در حالی که خودشان میگن که این سیاسی نیست، باید سیاسی ساخته نشه، در حالی که یک طرف ای را سیاسی میسازه، عمدی لابی میکنه. میبینین خودش لابی دیگه شاخ نداره. در فرقش وقتی یک نظامی که یک رژیمی که مشروعیتی داخلی و خارجی نداشته باشه، تو به عنوان بنامی تیمی توپ دنده بازی ملی یا تیمی ملی کرکت که نامشه میمانن، میری با اونا ارتباط برقرار میکنی، تعامل میکنی، خنده میکنی، مذاق میکنی، در یک سفره میشینی با امرایشان غذا نوش جان میکنی. خب این کار آیا انسانی است؟ ما ایران اینا را ما چیز نمیگم، مخاطب می برادرای من نیست، مایکم باز نکنن. امی بازیکنای تیمی توپ دنده است، من نمیفهم اینا چیزی به نام وجدان دارن؟ آیا اینا پدر مادری دارن که اینا را تربیه کرده باشه که شما به حقوق انسان احترام بکنین، شما به حقوق بشر احترام داشته باشین؟ از آدمای جانی، از آدمایی که اونا به جان انسان رحم نمیکنن، اونا به دین، به انسانیت، به هیچ چیز باور ندارن، با اینا سر و کار نداشته باشین. این از لحاظ اخلاقیش میمونیم، از لحاظ تربیوی که یک آدم در فامیل تربیه میشه در این مسئله اگر پایین تر ما بیاییم که مسئله اساس شکل میده، اونا ملامت هستن برادر. شب گیریم که شرم نداری، میفهمیم که شرم وجود نداره. اگر شرم وجود داشته باشه باید از لحاظ اخلاقی بشرمی از مردم که مردم برای خودت چی میگه. یکی وجدانت اگر کار نمیکنه حداقل از مردم شرم بکو، باید این کار نمیکردن کی کار کردن. خب آمده مال روی این دوستان میاین اعتراض میکنن الا قهرمان است این دور زد و او دور هر چی که کده باشه برادر، این کار به کی میکنن؟ خب این به مردم تعلق نداره. شما میفهمین یک نظام دونمش یک رژیم با بحران مشروعیت روبرو است، مردم در مقابلش است، نیمی پیکر و جامعه که زناست که خواهر تو هم اگر در او مملکت باشه شاملش میشه، بر علیهشان استاد است، سرکوب میشن. اینمی آلی آلی ما نمیفهمیم. 5 سال بعد یک بحران بشری در افغانستان، 3 سال بعد یک فاجعه بشری در افغانستان، در مملکت که تو زندگی میکنی، ما زندگی میکنم، هر کسی انسانی دیگه که در اونجا هر زنده جان زندگی میکنه. خب امروز که تو بسیار به شکلی وحشتناک میای از اینمی باطل، از اینمی ناجایز، به خاطر زبان، به خاطر قوم، به خاطر تبار حمایت میکنی، نه از خدا میترسی، نه از بنده شرم میکنی، نه چیزی به نام وجدان داری که وجدانت تو را ملامت بسازه، چطور تو دهی بیرون دهی کشورهای اروپایی از آب از یکی زیاد در کامنت شما را دشنام میتن مدیر ساخته متر کامنت هایی که براتان فاشی است مسدود کنه. بفرمایید بختیاری سه بزرگوار. از آب، از نان، از تمام مزایای نظامای مردم سالار که اونا به حقوق بشر احترام دارن شما استفاده میکنین. خودتان اگر فامیلایتان با خودتان هست استفاده میکنین. چطور وجدانتان شما را اجازه میده که شما به مخاهرها، مادرها، به انسانهای اون مملکت رحم نمیکنین؟ ما به شما ایران هستم، به وجدانتان. اگر از لحاظ انسانی بگیریم، از لحاظ اسلامی بگیریم، از هر لحاظی که ببینیم، شما یک تیفی هستین که وحشتناک هستین. آدم وحشت میکنه با این طرز تفکر رو دیدی شما. من دیگه چیزی برای گفتن ندارم برای از اینا. سپاس بختیاری سه بزرگوار. آقای اکرم شمس شما مایک تو نباز کنین، نوبت از شماست. بعد آقای دستگیر اجازه میتیم که یک موافق یک مخالف. چرا اکرم شمس و آقای فیصل اردو طرفدار بشکه زردن،
یک موافق یک مخالف. آقای اکرم خیر ببین، از آقای فیصل از آقای فیصل مشخص است که ملی‌گراست، بیرق ملی افغانستان در سر شانش است. آقای اکرم شما آقای فروتن اجازه بدید که نمیرم پایین دیگه. اجازه بدید که ما گپ بزنیم. اجازه بدید ما گپ بزنیم. من حساب من هست طرفدار طالب و اگر طالب بگی اینم تو یک سلامی به مو بیرقی که سر شانش است میزنم. این بیرق طالب نیست، بیرق تو نیست، بیرق اون نیست، بیرق تمام مردم افغانستان است. اینا برای شما بگی یا نگوین، از ما به بزرگ ما مولوی صاحب محمد یعقوب هم در کنفرانس مطبوعاتی که در طلوع داد گفت که بدر این قبول کردن بیرق یک چیز بسیار جزی است، یعنی گفت ما قبول داریم، برای چشم بیرق قبول داریم. و باز آمدیم ما برادر ما از وجدان گپ میزنه. برادر محترم اگر شما وجدان داشته باشین، امروز او کرکت نه به مناسب به خاطر طالبان نه سیاسی است. طالبان گفت که برادر ما بزرگ طالبان نیست، به خاطر طالب نیست. ای بابا، ای بابا، آقای فروتن تو رو به خدا گپانی اگه اتنا گپای بویناک می نازم بان که ما صحبت کنیم. صحبت ما یاد میره طالب داد خو خوب کرد که انداخت داد دید گردن مسید می داخت در گردن اما چواسید می داخت چی میکرد برادر؟ او برادر قربان کن در گردن صبر کن، یکی صبر کن، در گردن میره و احمد مسعود منداخت که تمام روز در گردن زنی بچاره یک دقیقه اجازه بده کراچی کاش یک دقیقه اجازه بده در گردن احمد مسعود منداخت یک دقیقه اجازه بده در گردن احمد مسعود منداخت که گای پیش یهود میره، گای پیش نصارا میره، گای پیش بدر ایران میره، صدی میره که بیاد برای ما پیسه بده که ما برات خب اجازه بده که ما گپ بزنیم. تو وقتی که نفرت گپ میزنه خب اون که ما گپ بزنیم گپای ما یاد میره تو داو نزد تو داو زد رئیسی چرا داو بزنیم؟ چرا داو چرا داو زدیم؟ خب گفت شما شاست از ما قهرمانیت از آقای دستگی دم نوبت قهرمان قهرمان پلاستیکی برادر جان قهرمان سر ما نرس نسان قهرمان کسی کس را میگه که تمام مردم یک صدا کنه قهرمان است. فهمیدی تو سر خود قهرمان شما است، قهرمان اون ولسوالی تان است، برای کسی دیگه قهرمانی نکرده. از خودت هم میگم فهمیدی چرا ما از خودم ما شکر شروستم. از روزی که ما در چک و طالبا افغانستان گرفته، افغانستان حکومت گرفته، ما دم یک دم یک حالت است، ما ایت نتا بالا رفتیم نه پایین. و شکر همیشه از امارات اسلامی ما اجازه بدید. بله بله هستم، هر وقتی که به خاطر به سر ناموسم سر وطنم تجاوز شد، ما چی که دو تا بچه ما معذر است که بیادر که بر استشهادی کنه. ما صد بار گفتیم، هزار بار میگم، با میگم من شب چیز نیستم که بیادر و بید نیستم که به هر شمال بلرزم. بله ما هستم، میگم ما کنیستم دو تا بچه ما هست. اکرم شمس اگر ملایبت الله دستور بوده عمله استشهادی را در هر جای انجام میتی؟ یعنی اگر سر ناموسم سایکو در هر جای نه، اگر سر ناموسم، اگر سر وطنم، اگر سر دینم ناموس دارین؟ بله ناموس دارین؟ الحمدلله داریم، ناموس داریم که جان خود را تکه تکه کردیم، پارچه پارچه کردیم. گفتیم بخاطر وطنت پرچمت که حیثیت ناموس داشت چیکار کردین؟ پرچم میبی پرچم که سر شانه برادر است، فامیلی رنگ سرخ و سبز است، ولی پرچم طالبا که از دهش نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله، پرچم دین اسلام است. در جایی که دین چی باشه، دین باشه، ما از پرچم دیگر کار نداریم، ما اون پرچم دین بالا میکنیم. آن اون پرچم هم ای آدم بیزاری کرد، متوجه باشین بیزاری نکردیم، فعلا گفتم او پرچم بیبی. یعنی شما اونا تو بایرقه هستید دیگر. یک دقیقه اجازه بتی آقای فروتن، یک دقیقه اجازه بتی، اجازه بتی، اجازه بتی، یک دقیقه اجازه بتی. پرچم سیاه و سرخ، امی سیاه و سرخ سبز در دست ماست، پرچم ببخشی پرچم سفید در دست ماست، پرچم سیاه و سرخ سبز دی پرچم ملی در قلب ماست. بله بله هیچ وقت از قلب ما گم نشد، هیچ وقت جایگزین ممکن نمیشه، هیچ وقت پرچم سیاه دایش است. استاد بگذارین امی اکرم شمس مرا خوشم دهی میکم رک راست رک راست بله اینمی آیدیا و تفکر افغان بیان میکنه. دقیقاً اینمی آدم اینمی خصلتش کپ خوبی است، یعنی ایتونیست مرد باش. بله بله مرد باش، خودم هم هستم، بچگکای من بعد از این میگم میگم میکفانه خدا وای با اگر بله اگر شرایط بله اگر یک تو چند روز پیش یک بیشرف دیگهش در 2014 در افغانستان آمده بود، در آلمان یک چاقوی بزرگ گرفت رفت پلیس علال کرد در مقابل کمره، 6 نفر دیگر هم در کوما رساند.
خب به هر صورت آقای اکرم شمس به شما برمیگردیم. همین آقای دستگیر پنشیری را درود میفرستیم. آقای دستگیر چه چیز باعث میشه که توپ دنده بازای افغانستان مدال خود را در گردن یک طالب آوزان کنند؟ ما سلام میفرستم به کسایی که در جل لایف هست، کسایی که در بالاست. ما اولا با می اکرم شمس بیشترم گپ زد به حساب بیرق، بیرق ملی که میگن فعلا دشانه از وست، با ما کدام تفاوت نداره. طالب هم برای قبول داره و افغان افغان والی هم برای قبول داره. کسانی که به ضد ملت هست، به ضد آزادی هست. تو خواه از خود خوار مادر ناموس نداره. اگر خوار مادر ناموس میداشتی نه 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 بد نکوی دیگه، تعمین نکو به خوار مادر. خوار مادر تو نداری که در افغانستان علاج کردی و بغیرت. خوار مادرت تو در کجا؟ خوار مادرت، خوار مادرت در کجاست؟ خوار مادرت در کجاست؟ خوار مادر تو نداری؟ من خواهی نشکر یا نه من خواست میره اینه بیبی از من خواهی فامیلی پیشتر از تو پیش کجا ترا میگم به خاطر همین خوار مادر. خوار مادر تو در کجاست؟ خوار مادرت به طالب به پاکستانی علاج کردی و بغیرت پاکستانی علاج کردی. خوار مادرت شرم کو یک ذره. آقای اکرمیش هست خودت کجا آوردی خواهر و مادر در چرا همانده همونجا در افغانستان؟ پیش پیش زیر پیش ماست، پیش دست ماست، پیش دست ماست. هر جا چرا در افغانستان همانده؟ ولی اینه چی؟ ولی اینه چی؟ خواهر و مادر خواهر و پاکستانی ها اله کردن. تو مردگا و نگفتم باید تا گل کو بیشرف کردی؟ بیشرف پس خواهر و مادر تا به پاکستانی اله کردی. غیرت تا کجا رفت؟ خواهر و مادر تا به پاکستانی اله کردی. پس تو بیشرف سر خواهر مادر بس کن مثل آدم باره بس کن خواهری تلتت از دنیا گشته. فهمید گوی گوی افتاو زدگی آرس یا بزید تاو این بود تو خواهری تسایی کتو این آینه کوی ما پاس کرد. این آینه کوی ما بیبی این آینه کوی ما پاس کرد. بیبی بیبی آینه کوی بیبی خواری تو گور مردم تو گور کنه باشه افتاو زده باشه اونجا خواری سوال متاسف هست. ما آقای اکرمش هم ما با اسلامیتت با مجاهدیتت با مطالب بودن ما متاسف هستم. آقای اصول رایت شو یک لحظه دستگیر یک لحظه مایک تبسته کردیم یک دقیقه فروتن حساب یک دقیقه صبر کنید تا تعیین کنه حساب یک دقیقه بزنم باز او برادر اینمی میفهمین که دو تا طرفدار بشکه زرد اینمی ما چی من مبارک میگم بایرقش فروتن مرا تو گاب آره نه دستنامی مستقیم من میگم تعیین مستقیم شخصیتی نتی او برادر بناموس کسی که اون اونم طالب طالب قبول نکنه بناموس خب بگو طالب هر کد میزنی بزن خب ما خب بناموس کسی را میگیم سایکو برادر در یک دقیقه بناموس کس را میگیم بناموس کس را میگیم خور مادر خود برای پاکستانی ها اعلام کرده اونو بناموس هست لطفا اکرم شمس مایت بر تو رفتی معامله کردی تو از غنی هم دفاع میکنی از پرچم هم که دفاع میکنی خور مادر تو را معامله کردیم بله خور مادر تو را معامله کردیم از خود تو تو از خود ما از خود آوردیم ما تو را معامله کردیم اکرم شمس به نوبت تو کب دی دیگه این رقمی نکو خب بگو چه باش بگو توهین نکو بسلا آدم صحبت که بگو آه برادر با بیناموس بودن تو هر کسی شک کنه با خدا هم بیناموس هست خب راست میگی ما هر کسی که با بیناموس بودن کولابی شک کنه و خودش بیناموس هست آره برادر در نوبت تو دمی گفت تو بزن حالا کولابی نگفتیم تو کولابی استی آه میگم در نوبت تو دمی گفت بزن اگه من گفت زدم تو زمان ما گفت زاره شو بشرف زبان تو چی هست بشرف توستی بشرف همون کلانایت هست بشرف کلانایت هست از اون قطعه های سرت هست که رفت بستای پاکستانی ها رو میبینید زبان چی هست زبان فارسی هست یا دری زبان من زبان مادری من زبان دری هست تو لعنتی از کلاب پنج از کلاب روسی آمدی تو زبان از کجا کردی تو زبان من کابلیستم لطفا من کابلیستم تو زبان من در پالی تاجک شده من کابلیستم تو آمدی زبان من میگی سر زبان من ترافیک زبان من شدی تو ترافیک زبان من شده تو کجا زبان داری و زبان تو زبان روس است برو اون تاجکستان بیبی چی گپ میزنه آمده نه نه تاگ آمد صاحبه خواهید چه مرا صاحب خانه را کنید تو هست صاحب خانه فروتن می دادیش تک آمد خودت برو فایقت می گه که آمد چماسید فایقت می گه که آمد چماسید از روسی هست ای بسه لجاری می گنه این روان دی برنامه را مراد نمی گنه فروتن می دادش پایید اما ای که من بسته می کنم فروتن توین نکنه بگو توین نکنی آدم برای بگو گفت بس پس رزیل که ایتو سمناله یا کمی انسان شو آدم شو بانه آدم صحبت نکن در مایی که تو ما خونه پریدیم خر بار اینجا تو کار بخور خر چرا کم هستی کارا پدرت بخوره آقای دستگیر باید برای سرمی گفت نزن آخوله گفت بگو خواب بخور آدم شو همی آخر هستم باید گفت بزن توین نکن بخلا آدم برای گفت بزن کی هست که تلیمی تو خر مرده بزن نه توفا منده شوی توفا منده خط
توی دمی جیب کمنتار رو بیبی باید گپ بزن باید بگو تو بیا ما بلان دا پس آدم خودتو نیستی که توهین کردی به خوار مادر مردم توهین میکنی خوار مادر مردم توهین میکنی به شرف خودت به شرف قومت به شرف هم اخ پوشت توهین نکنی گه ما که ما بس کن دسته میکنم گناه خودی ما که تا گل کو به وجدان ما که تا گل کو به وجدان گو خوردی به ناموس کرده به شرف گفتن دو نزن به ناموس چه از قوارش معلوم است تو میری لوازگری طالبا میکنی ما تو به ناموس هر کسی که با طالب لو بگیری میکنه به ناموس است هر کسی که امروز مکتب مرا بسته کرد به ناموس کسی که به ناموس کسی که خوار مادر خود به ناموس کسی که خوار مادر خود بر پاکستانی ها اعلام امید اکرک میشم خوار مادر تمام افغانستان خوار مادر همه ماست تو که اگر فوش میدی یعنی افغانستان تنی نیست که تو زن بچه خودت بری دیگه به درک تمام افغانستان خوار مادر ماست تمام زن و مرد کجا در زیر شکنجه طالب است اونو خوار مادر ماست تو چرا قم انسان هستی که به همه توهین میکنی دیگه خوار مادر از خودم آوردیم دیگه ما درک امی یک چیز فکرت امی آدم فکرت اینقدر خورد از مغز تندادی نخوت است برادر عزیزم امی فقط اینه قم این میگی زن بچه ما آوردیم دیگه با درک دختر مردم با درک اون که زندان ها ملا شده با درک اینجا آمدین شرم تو یک اینجا آمدین اینجا آمدین بس کنین با خوار مردم که خوار مادر مردم کار نداشته باشین بس تا نکنین بیشتر گفتیم که اگر اون ما که ما بسته میکنم سبر که امی که فروتن فروتن اجازه بتیم میبی ما طال ما دفعاشی نکنیم در لایف تو مردم کسایی که میای بالا مثل آدم صحبت کنن با خوار مادر مادر کس کار نداشته باشن توهین نکنن مثل دو تا آدم واره بیان میشینن صحبت کنن ما مایی که ما خاموش میکنم گپ بزنن گپ شروع بزنن آقای دست که یک بزنم ما تا وقت همزمان صحبت نکنیم تو خوار مادر یک تخیقه وقت بکی کمی توی تفاهم از وین بره موافق مخالف برادر در ناموس شخص حرف نمیزنیم ولی بی منطق بودن بله. یک شخص ببینین یک آدم تا بی منطق نباشه فرزندایش انتحار عادت نمیده یعنی به استشادی تشویق نمیکنه خودش در لیست استشادی ها جا نمیزنه خب یک آدم اینمی تفکر داره از نظر ما به جای از اینکه او از منطق خود عقل خود فروتن جان فروتن فروتن یک نفر میای سر ناموس فروتن فروتن جان یک نفر میای سر ناموس اجازه بده یک دقیقه یک دقیقه یک دقیقه یک دقیقه فروتن میای که بده صبر کن یک دقیقه بس بس فروتن 20 ثانیه صبر کن 20 ثانیه 20 ثانیه از فروتن نپرسون از فروتن فروتن جان فروتن جان یک نفر میای سر ناموس خدا نخواسته تجاوز میکنه یک دقیقه سوال بکنم بده یک دقیقه یک نفر میای سر ناموس تجاوز میکنه تو طرفش لق لق سر میکنی که میگه من بی غیرت نیستم من منطق بی منطق دارم سعی میکنی طرفش نه جواب بده تعبیر خودت از ناموس چی است به صفت یک بچه تمام شد تمام شد گپ خلاص شد تمام شد گپ خلاص شد خلاص شد میگی که تمام ناموس هم تمام شد اکرم شد جواب بده در پیش شما ناموس چی است چی را میگین ناموس رو بگو نه او به وجدان ترک باید بگم که تو کی طالب تو فهم میکنی خود دستگی آقای اکرم شفیع آقای دستگی ما میگفتم گپ مرا برد در خود داشه برد خود در کمی دو خوردم خوب کردی که انسان پس رزیل ما خوش دارم کم دو بخورم باز ما یک شب باز بعد سوال باز بیمی بین آموز دو زد فین خب باز یعنی ای گو ای گوی افتاو زدگی ای گوی افتاو زدگی آدم شد تون قیافت او قیافت را ما میداشم با قرآن خود کشی میکردم ما با اجازه از لایف تایم اشتام ایشون با خودی سر و در بزن ما بسار متعرض مادر در پیش مانده بین آموز که دو نزدن نه اگر یا یکم بکرم میرم پایین تنامی فردوسی ده نگه خان برای من اکرم شمز دو نزدن ما تو بیوجان تو دو خود تو گو خورد تو گو خود قیافت گو را گشته تو دو نزدن که ما خود دو نزدیم که تره اکرم شمز تره بلنگوته کور ملاقات او بده بگم دو نزدن باز آمده تنگیم نکنم اوغان بد نکنه تو چرا یعنی بیشرف امری اوغان نیست یا خود دست من کم تا پوست آمده تو میاری مایک تا گفت مایک تا واسه کایران مردی تا پایان مندازم مجبور شو مردی تا پایان مندازم دیگر را نیست ای دمی لنگوچه کور ملا عمر تره قسم میتون که اگر تو مایک تیلا کنی انمی اکرم شمس تره آقای دستگیر او برادر فکر کو اکرم شمس دینیم استودیو نیست سر اکرم شمس گب نزن این رو نظر تا بگو برادر نظر میخوای من نظر میتونی میای خود گپ میزنی من مردم میگم گپ نزن میگم او برادر خلا گپ امیر من گپ نزن سر میگم یه دوست داشتیم میگه کشات کشات میگفت تو برادر با میگفتن مرد میگفت کی می کشات کشات گفتم
آره تو که داره میگیرون نبیه میگن حالا اکرام اکرام شاید خودش کشان داد من چی کار دارم که خودش که خودش میکنم این حالا باست بدر گفت داری دستگی پایانت مندازم با خدا پایانت مندازم نه خود سعی سامی این پایام تو چی با خدا پایام از پیش مزیال نفتم این سر تو چی بودم آبه درمی تو دنده وقتی که مدار خود دگردن طالب آوزان میکنه اینی می خودت به صفت شهروندی افغانستان برداشتت از امی صحنه چی است؟ نبردین که کنم چی دیره پارتا کپی را پارتا کنم چی دیره پارتا بیادر امی توب دنده یا نمی کرکیت از اینا ای باختن یا خودشانه در گردن یک طالب انداخت ویدویش بر آمده متقی هم گفت زد خویق ما خمیال گفته رسیم خیا یکی هستن طالب و نمیدانم کسایی که بیرق این تو بالا میکنن چیز پرچم ملی که میگن این یا پیش ما یکیست این تاکم شاید کنید آقای دستگیر اینال ما یک تبستکو خیل ببینی اینمی فیصل هم طرفداری طالب است پدر واضح نظر میتد به ما مرموت نمیشه خوشبختانه در 20 سال از صلابت و جایگاه ما طالب هزار زن میپوشید برقر سر میکرد آل طرفدارای طالب از ترس تروریست خطاب شدنشان فقط بیرق سی رنگ هزار و بیکینی و چادر جور کردن برای طالب لابی میکنن یعنی نمیتونن پرچم طالب رک راست در کلشان آوزان میکنن حالا مجبور میشه بیرق سی رنگ میمونن آقای فیصل بفرمایید بازم بازم فروتن زیب یعنی با هر گپ زدنت خودت ای را بیان میکنی که فهمت و امو درکت و شعورت چقدر است در ای 500 نفر را که میبینی فکر نکن یا کلش کام میخورن کلش عقل داره اگه خودت عقل نداری و گپ جدا است اما ای 500 نفر که در لایو است اونا ماشالله آدم های تصویر بستشت پایان بود آدم های فامیده هستن من گپ دیگه ای که ما تا بال نگفتیم که از طالب حمایت میکنم اما ایره آل آل طالب را نگفتی قهرمانای ما هست همینجا ویدیویت از خود آلی خب پت نمیشه قهرمانای ما طالب را گفتم یا کسایی که بیرق ما را در سطح جهان بالا کنه قهرمانای ملی کرکت را گفتم سایق عقلت ایره که من میگم عقلت کار نمیده فروتا سایق قبول که عقل نداری این انا ما برات واضح میکنم دلت خوش میشه دلت خفه میشه من میدیدم میکشم گفتی که حتی گفتی که کسایی که پرچم انداختن بسیار آبرومندانه و قهرمانا بودی پرچم آبرومندانه پایین انداختم گفتم خیلی کلاهی داره چرا چهار سرکه کرد یک دقیقه طالب روی تو نسیا کردن قفا خودت جان کلاکشی تو تاسوب گفته برو سوال جوابت طالب کی است و کرکتر کی است چی طالب من گفتم کرکتر قهرمان میدیم کسایی که 20 سال هزار عده خود پوشید آدم کشت جاده و سرک و خیابانی و سرزمین از خون انسان سرخ ساخت بالکل خب کرکتر همونمون لر رو بر دو طرف که 20 سال نمیشه سوانیشان رفتن توبدنده را در افغانستان آوردن آلی از آدرس توبدنده میخواهن طالب مشروعیت بتن خب سید اینال یک دقیقه چوب باش در بین گپای ما باید از خودت چیز کنی یا برنامه تا کنی ما در بین گپای نمی بگو حرفای تو واضح باشی میگه که طالب دوستای عزیز چند صد نفر که دلای وستن خوب صحیح ای را بشنوین که اگر فروتن توهین نمی کنم اما ای که برنامه گذار است که همین برنامه را امروز رهبری میکنه ببینن که چه قدم است که از نگاه عقل ضعیف است میگه که قابلم تو مارا مخبو خواهد یک خطاب میکنیم و اصلا میکنیم یا حتی داری بی بی نرسان من که نامت داکتر مون بی اقل فی کارا ما بیاقل ولی من هیچ گاه به تو آدم احمق و کودن و بی اقل نه 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 کودن توهین است بی اقل یک چیز نورمان است بعض عقلش کار نمیته من برد به اثبات حالا میرسانم از امو خاطر است که ما غول میگیم شما را خس اینال بی بی که غول تو است یا من یک دقیقه مره اجازه بده بین گپم نبیه میگه کرکتر مدال خود بر طالب داده اول پوینت اساسی کرکترا قهرمانای ملی ما فعلا در قاره امریکا هستن که یک روز هر تیم بعد از حذفشان اجازه دارن که در مملکت بانن روز بعدی میرن در وطن خود تا بال اونا در افغانستان نرسیدن یک پوینت و دوم فروتن صاحب گفت ویدیو را دیدم خودم ویدیو چی را دیده چی را ندیده خودش نه نام نفر میفهمه نه نام طالب میفهمه آماده سرش برنامه گرفته یک و گیرم که اینمی هم مدال خود بر طالب حقیقت از می دوره را داده باشه اگه همی کرکترهای ما کپ هم می بردن اول می شدن او کپ بر کی می دادن؟ بر حکومت فیلیپ تسلیم می کردن یا می بردن در ایران می بردن در امریکا می بردن در جرمنی می بردن کجا می بردن اگه کپ هم می بردن؟ برنده هم کپ که می شد در کجا می بردن فروتن صاحب؟
خدا وطنشان می بردن. دا وطنشان می برد. وطنشان مربوط به کی است؟ حکومت به دست کی است؟ کپ تعلق به ورزش داشت و پیداری ورزش افغانستان چند کپ که می برد در فدراسیون کرکت می برد که تحت رهبری حکومت طالبا بازم به مطالبا می برد. یک پوینت. و کسایی که یک سوال بسیار کوتاه. در حکومت هستن یا چطور چی کار اونمو کسبشان است مجبور هستن بنام امو مملکت بنام وطن بره سه مسابقه خود در دوره گروهی پیروز شدن که هر پیروزی اجازه رو که فروتن فکرن باب باز من میگم سه مسابقه پیروز شده است دوره دیگه شما ولی آنقدر میترسی که حتی نمیتونه بگوی باش خب حالا یک سوال تا جواب بده اما که فهم داری که یک سوال بعد سوال دیگه میباشه من سوال یکی تا جواب بدم با سرازه سوالت میایم من میگم امی طالب تروریست از نظر تست نیست امی کسی والا طالب خود از پوشی آدم کشتون مسلمانی ادامه گپ خود بعد از سوالت میگم از خودت کده از امثال خودت کده از هزاران نفر که در افغانستان دوزی کردن چور کردن چپاول کردن فساد اداری کردن زنا کردن هزار کار کردن از کار طالب خوب است اینا رو میایم به ادامه گپای خود هر کرکت که به حکومت فعلی افغانستان بر افغانای عزیز ما بازی کردن هر پیروزیشان 34,000 ایرو درآمد داشت در مرحله گروهی در مرحله نیمه نهایی که اونا رسید در مرحله اشت بهترین دو پیروزی داشتن که هر کدامش 40,000 ایرو بود و در مرحله نیمه نهایی 730,000 ایرو یعنی خودت میگی به خاطر که حکومت مربوط طالب است یا از اینقدر درآمد خودم میماندم چی میکردن برای هموطن عزیز من دیگه شنا میفهمم یکانه ویدیویی که به ما واقعا خوشایند بود شکست ذلتبار تیم توپدنده که به نمایندگی از مردم ما آمده بود تعلق به مردم ما نداشت که یکیش نر بود دیگهش بر تو بگوی سک آقای فروتن اگر چی نیمش پاکستانی و نیمش هم از افغانستان و هم مربوط قوم غلجایی که هر دو تورانی ها خودم نمیده اینو حال یک دقیقه فکر یک سوالت خر شد گپ مدال گپ کپل شد اینالی که نیم ازی غلجایی است نیم ازی احمد زای است نیم ازی اچک زای است نیم ازی بابر زای است ای را ما برات میگویم اگر اونمو هر چیز کس بیرق ملی افغانستان در سطح جهان بالا کرد سرود ملی گمشده افغانستان بازم برای جهانی ها شنواند و ای که ما و تو اینمی توانایی را نداریم اینمی قدرت را نداریم که کرکت کنیم پس برادر. یک سر که توانایی داره اگر امی طالب بر رسمیت شناخته شوه اینمی پرچم در روی شانه تو هم نیست تو از مجبوریت بیادم فروتن فروتن صاحب امیر یک سوال طرفدار بشکه زرد است امروز نمیتونه پرچم طالب بالا کنه بینان کاپی پرچم طالب بیرق تو است فروتن صاحب از امی از امی برادر یک سوال دیگه هم پرسان که امی بیرق خود جبهه مقاومت هم چی میگنه جبهه مقاومت خوب است یا طالب کدامش خوب است از پیش پرسان بگو با برادر طالب برش خوب است قهرمان گفت پیشتر امیر بگو یعنی دوباره بگو جبهه هم بهدف از بیرق است حال راشدم امی بیرق بالا کده جبهه مقاومت هم دست جای بین المللی بالا میگنه جبهه مقاومت طالب باش امیر من جواب بدم امیر من برات جواب میدم امیر من برات جواب در کجاست؟ امیر ما برای جواب میتونم جبه مقاومت در کجاست بیادر؟ نه گوش کن آفرین تو خواهشم بذار که یک نفر صحبت کنن دخالت نکنی خب اجازه بده فروتان فکر آخر پوینت سوالت من جواب میتونم که نوبت دوگه دو ساعت پیشتری دو نفر یک ساعت جنگ داوش شنیدم آل گپای منطقی مرا در پوینت آخرتان که گفتین که گپ نزدم من گپ نزدم اجازه بده نال نوبت ما است ما با کسی جنجال دعوا توهین چیز ندارم من گپای ما ادامه آخرش ما میگم بعد نوبت هر کسی که بود اون خود فروتن صاحب میگه فروتن صاحب گفتی که تیم ملی که ماچ غلجایی سو اچکزای سو احمدزای سو هر چیز کاست ما در یک لایف دیگه گفتم اگر ما شما عقل داشته باشیم این گپ نمیزنیم به دلیل که خدا کنه که از هر قوم افغانستان که احمد زای است و اچک زای است و بابر زای است و یا از هر سمت افغانستان باشه اچک زای گفتم بزرگوار خب هر چیزی که باشه من میگم از مو افغانستان است قبول خو میکنی که از مو افغانستان است
من میگم نیمش لر است، نیمش بر، نیمش مربوط پاکستان میشه، نیمش مربوط پشتونستان افغانستان. نه خیر ببینید. قبایل افغانستان. فروتن صاحب نیمش نیمش هم نه، یک 60% از پاکستان است، 40% از افغانستان. ای گپ کدید قبول میکنم. خب فرانسه مملکت غنی و پیسه دار است یا افغانستان؟ یادرمی تو نه 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 سوال مرا جواب بده بود بود میای تو فرانسه رو با افغانستان مقایسه داری؟ نه مقایسه نمی کنم، ما بر ثبوت میکنم که افغانستان بهتر از او است. فرانسه پیسه داره یا افغانستان؟ تو پیسه را چی میگی در یعنی؟ حالا خواهم سوال مرا جواب بده. تو پیسه را چی میگی؟ تو سوال مرا جواب بده. زن با جرم زن بودن از خانه بیرون شدن نمیتونه. یک دقیقه، از جرم زن بودن کار سیاسی و ورزشی نیست. فرانسه مقایسه کردن گناه کبیره مرتکب. خلاص کن، جرم تنی سیاسی و ورزشی دو جای مختلف است. فرانسه جواب تو جواب نداری، من برات میگم. تو دانش خود تیم ملی فرانسه. یک لحظه آقای فیصل، یک دقیقه مرا وقت بده. بگو. گردنت بسته میشه پیش خدا هم پیش رسولم. در فرانسه گوش سگش کارت هوشمند داره، یعنی تذکره هوشمند داره. در افغانستانی که امروز نه لرش معلوم است نه برش معلوم است، کوچی گردن شطور در دستش، گای در بدخشان است گای در بامیان، تذکره پرسان کنی هیچ چیز نداره، از مالی هم خبری نیست. تو اونو طور یک مردم بیچاره و بدبخت و گنده را آورده با یک کشور متمدنی. آقای فروتن تذکیره احمد مسعود نداره. یک کلگی داره. یک دقیقه. اینال ما برات میگم. تو ادای توی است که اول خواه قهرمانای کس در بین گپم لطفا گپ نزنه. اول خواه قهرمانای ملی کرکت افغانستان در رگ هر کدامشون خون افغانی جریان داره و افغانای با غیرت هستن. اگر تصور کنیم اجازه بده خواهیم بدر خود نکده که میگم بی غیرتی دیگه میشه. نه به دبین گپ ما نبیه لطفا. ما سوال بسیم ببین زیاد گپ زدی، ساکت باش، هر کسی یک گپ بزنه پس دست ها دیگه گپ چی دیگه را گفتن نداری. خیلی دیر گپ زدی، تا بالا دخالت نکنیم به شروع گپ تو یک بحث سیاسی میگم. در هر جای دنیا کسی که پشتون صحبت میکنه برا کن شما افغانی کدام افغانی؟ من افغان نیستم، اولا من افغان نیستم. در یک بحث سیاسی دیدم یکی از آدمای کتابخانه پشتون میگفت در هر گوشه دنیا کسی که پشتو صحبت میکنه میگفت اونمو افغان است. حال اینمی هم وطن پشتون ما میگه از این اونمو پشتون پاکستانی پشتو صحبت میکنه میگه افغان است. وقتی که اینال میاین میگن تو ازبک هم افغان است، هزاره هم افغان است، تاجک هم افغان است، اینمینا دروغ میگن. روتن صاحب اونمو آدم خودت واره شاید یک آدم مقایی بوده باشه، شاید مثل خودت واره یک آدم مقایی بوده باشه، از خاطر یک نفر خوب گپش خوب بین المللی نشد. یک آدم پشتون به عقل شاید که آمده باشه یک چیز گفته باشه، مثل که خودت حال مثلا ما چیزی رو نگفته ایره میگه که امایت از طالب کده. و هم مثل خودت واره یک آدم بوده باشه، وقتی یک آدم ناق یک گپ را که میزنه خب مانای خونه ایست که کل چیز را دربر گرفت و اونمو حقیقت است. یک لوده یک گپ زد خلاص. کل حکومت افغانستانی گپ گفته؟ کل ملت افغانستانی گپ قبول کده؟ نکده. پس وقتی که یک لوده گپ زد، گپ یک لوده را ضرور است که ما از خاطر یک نفر یک ملت زیر سوال ببریم. یک لوده گفت که خدا با موسی پشتو گفت، دیگه گفت که هوا با آدم پشتو گفت. اونطور یک لوده است. حالا مثلا یک لوده دیگه نه، مثلا خود تو هر کرکت توپ دنده میگه. حالا یک لوده دیگه محمد گفت که احمد چای مسعود از روسیه است. دیدی گوساله که از سال ایدای امیرالمومنین بودن را آقای فروتن نه آقای احمد دیگه هم اومد گفت احمد چای مسعود از روسیه است. یک لوده دیگه هم اومد گفت نام لوگر در قرآن آمده. یک لوده بود که نمیگه بزن ما کاری خلاف اول گپای لوده رو نمیگه چی بود احمد چای مسعود که اصلیتش آریایی و از افغانستان که خراسان افتخار کل دنیا است و از نظام و صلابت و هیبت شانوز هم انگلیس میترسه، از او طور یک جای آمد گفت که تعلق به روسیه داشت. خب هم یک مساله بود که گپ از سواد برای ما یک دقیقه و ده ثانیه دیگه بتیم گپای مخلاف فنانی هر گساله را با سواد ما نبیا خطاب نکو، امی گناه کبیر است. تکو فروتن با سوادتان معرفی کنه که ما بفهم ما طرف کتمو باشیم. بگو اینی کس خب یک تا اینجا فروتن است آه فروتن تو معرفی کن تو کلانت من خودت خنده نمیگیره خدا با سواد میگی یا خنده تا با دبلاغ خلاش ما چی وقت خنده کردم؟ خنده مرا تو متوجه هستی؟ نه با خدا قسم هسته
اگر ما و شما یک روز دونمو وطن جای پای ما تثبیت شوه، اگر می تک تکتون را مثل دشت لیلی پذیرایی نکردیم، بگو فروتن آدم نیستی به خدا. فروتن ساعت قید که یک دقیقه و ده ثانیه دیگه مرا وقت بده، یک دقیقه و ده ثانیه دیگه من بیخی مایک ما بند میکنم. لطفا کس در مایک ما نبیاد. امی کسایی که تیم ملی کرکت نمیگه قبول، تیم کرکت ملی قبول نمیکنه، برشان به احترامی میکنن. من یک دقیقه و ده ثانیه گپ دارم باد میبره. امو قضیه شکل است که میگه یک گرگ کدی یک ایره شنیدین، خب بازم امی جالب است کدی خر بس میکده. گرگ میگفت که بیادر فامیلی همی تیم ملی کرکت افغانستان ملی است، ای خر میگفت که نیست. آخر یا پیش پاچای جنگل رفتن، گرگ برای پاچای جنگل برای شیر گفت اینمی خر میگه که کرکت ملی نیست، کرکت گفت ملی نیست، پاچای جنگل خرم خودت، خرم خودت، خرم خودت، خرم خودت، فروتن صاحب، فروتن صاحب، من میخوام در جامعه افغانی قطع رجال است، اجازه از شما مشتمیم. آقای رحمانی بس آزاد شد، بفرمایید. برادر عزیز، امی بیشتر که برای ما یادداشت کردم، اولا کمی همین کلام بهت بگم که مثال هم که زدی همون که بگی خودت هستی، همون مثال اولش که خر خودت هستی، فهمیدی؟ کسیر خر نگو، کسیر خر نگو. دوباره ملت رای میده، ملت رای نمیده، ملتی را کدام ملت؟ از کدام ملت گپ میزنی؟ از اون ملتی که امرخیل صندوقای گوسفندی پر کرد؟ از همون ملت گپ میزنی؟ از کدام ملت گپ؟ از اون ملتی که نمال 30 میلیون انسان در اسارت وحشیای قرن گذاشته، از همون ملت گپ میزنی؟ از همون ملتی که 25000ش فقط در زندان پل چرخی پر است، از همون ملت گپ میزنی؟ از کدام ملت گپ میزنی؟ از چهار تا طالب گپ میزنی؟ طالب ملت نیست، طالب ملت پشتون است، ملت ما نیست. دوباره من چه نیازی داری که شما اصرار میکنی که ما باید تیم ملی شما، کرکت شما را یا مکتوب دنده شما را ما باید قبول کنیم؟ چی میکنی؟ قبول نمیکنیم. حالی که زور نیست، منطق شما کجاست؟ دوباره من کی بیشتر ما خاطر تو خود از زندانی نمیکنم، خلاص دیگه، دخالت ما خودم از زندانی میشه، دخالت نکن، دخالت نکن، قبول نمیکنیم. تو بگی چه نگی، ما اینمی تیم ملی تو را به عنوان ملی، به عنوان قبول نداریم. حالا تو میخوای خودت پاره کنی، میخوای خودت انتحار کنی، میخوای خودت منفجر کنی، این دیگه مشکل تو هست، مشکل من نیست. دوباره من گفتن که خوار مادر تن لا کدی خو اومد ایجا، خوار مادر خودت، یعنی خوار مادر فقط خوار مادر خونی من نیست، یه دقیقه گوش کن، خوار مادر خونی من نیست، فقط که من خوار خودم را کردم، برادر خودم را کشیده باشم، تمام اون ملتی که امروز زیر شلاق طالب است، اون خوار مادرم است، اون پدر من است، اون همشیره من است، اون مادر من است. شما چقدر مغزتان انداده، یک تا چهار مغز است که در مغز داری که فقط فکر میکنین می خانواده ما کشیدم دگاه و درک، اقا فکرتان کوتاست، کوتاه فکر. آقای رحمان، ما شاید فکرتان... بودیم در کندهار، دختر کنداری را در کمر و کونش طالب لحد میزد و جرم از اینکه چرا دانشگاه میری. خب ما نمونه های زیر خانما را حامله کردین در زندان ها، دخترای کابل که گرفتین حامله کردین، همین شعور و انسانیت زیر پای گذاشتین. بر چشمشان همک بیشتر گفتم چشمتان کور کرده پشتونوالی. انسان روز میرسد، روز میرسد مثل نازیای آلمان واری زانو میزنی در مقابل، شاید ما نسلای دیگه تان زانو میزنن در مقابل نسلای دیگه که ما غلط کردیم، ما گو خوردیم این کارا را کردیم. شما 270 سال تاریخ انسانیت به گند کشیدی، سران شما، منظورم من خلق پشتون نیست، سران پشتون نمیگم، وطن فروشی کردی، بعد ناموس فروشی کردی، دختر فروشی کردی، کشور نساختی، ملت نساختی، دولت نساختی، هیچ کاری در یک مملکت نکردی که قابل لمس باشه، قابل دید باشه. ما مقصر کی میشه؟ مقصر من میشم، مقصر فروتن میشم، مقصر از دوستم میشم، مقصر ازاره میشه. من نمیفهم امی مغز و شعور شما رو در کجاست؟ در کدوم قرن زندگی میکنی؟ انسان به کجا رسیده؟ هند به کجا رسید؟ هند که کشور فقیر شما برمیگردید کجا رسید؟ شما چی کردی؟ شانس نوبت هم به بختیاری میتونی. آقای اکرم شانس گفتی بچه ما فروتن از این میرم پایین که ما حالا کار اجازه بده. نه گپایی که صحبت های کردی حالا صحبت های گوش کن. آقای رحمانی گفتین، آقای اکرم شانس شما گفتین که حتی بچه های تا آماده از کمله استشادی انجام بده. اجازه بده باشت که اول آقای چیز جوابش بده. ببین ما شکر قدر شعور و مغز داریم، میفهمیم که تمام مردم افغانستان در افغانستان زندگی میکنه، اگر مردش از زنش است مثل خوار برادر است.
ولی زمانی که شما میگین که ما او افغانستان از ما نیست، در اونجا پاکستانیا حکومت میکنه، خب ما مجبور میشیم برادر که تو وقتی که در خوار مادرت اونجا هست، تو یک پاکستانی دالخور که تمام مردم افغانستان ازشان نفرت داره، تو چطور یاد میکنی که اونجا حکومت میکنن؟ یک دومن ای برادر محترم، ای کرکت که از تنها از پشتونوالی نیست، از تمام مردم افغانستان است. این یک ورزش است، ورزش هیچ وقت سیاسی شده نمیتونه به حساب شما که نمیپذیرین کرکت، نپذیرین برادر، ما هم شما را نپذیرفتیم، خونموز که شما راهی کشورهای مردم شده، امروز یکی کده چاقو میزنیتون، سبا دیگه است میدونیتون، بالاخره چی آب به گلو میرسن و بالاخره دیپورت میشین، پس دون افغانستان مجبور هستین که شما اون کرکت قبول کنین. مجبور نیستیم، مجبور نیستیم، مجبور نیستیم، افغان نیستم، 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 افغان نیستم. هیچ وقت اتاق لعنت، اتاق لعنت در گردنم نمیندازم، نیستم افغان. اجازه بده، اجازه بده، گوش کن، ما هم از خدا خود میگیم خدا تو را افغان نسازه، افغان که از غیرت است. یک دقیقه اجازه بده، افغان که از غیرت داره، افغان که از یک دقیقه کسی میپذیره نه تو بلنده کس برسمیت غیرت چی داری؟ اما غیرت تو تعریف کن، اما غیرت غیرت افغانی تو تعریف کن، غیرت تعریف کن. این شب امریکایی ها فرار کردن رفتن، شکر اونمون دونمون غیرت ما اونموز که نمیالی افغانستان تمام کوچه و پس کوچهش آباد کرده میریم، تمام مردم ها به بسل آرامش زندگی میکنه، یک نفر 20 لک روپه در جیب خود میمونه، تمام کابل میچرخه، ولی که طرفش سعی کنه یک سیاسر که در بیرون میبره، یک مرد بیگانه، یک ببند ببند یک در تمام ما بر غیرت اجازه بکنی گه چرا وقتم که پیوه نشد اکرم شمس، تو دانی و خدا ترا به مویزار زنانی ملایبت الله سوگند کجای کابل آباد کردن؟ امی که خانه های مردم ها چپ سوگند بل به حال چپه میکنه خانه چی بدد میکنه خانه خانه ای را جور کردن بابا جان، خانه های را جور کردن که مثل پنشیر وار سنگ خالا جور کرده بود، سنگ خالایی بود تو خانه نیست. من چی گفتم برات؟ یا غیرت اجازه بده دیگه صحبت نوبت از ماست، ببینید بی ادبی نکنید، من توبت کردیم اگه اپ نزدم. خانه های جور کردن که از سنقلک انسان زندگی نمیکنه. امروز شما همی سایت افغان هاوس ها ببینین که چی خانه های زیبای جور میکنن. حالا یک قرن، قرن 21 از برادر محترم، اون خانه های سنقلی نیست که تو در اونجا تو در خاک انداز، در خاک انداز خیلی حضور میخواهیم چطلی ده میکنی. اکرم شمس تو بسیار دروغ میگی، به خدا طالب خانه مردم چپک در روی طفلایشان زنایشان خانه مردم هم ببین فراتن اجازه بتی فراتن خانه های مردم هم چپک در روی خانه هم آب و نان ببری خانه مردم هم چپک در روی خانه هم خروز پیسه برش میتن هم میگه چوب تا ببر هم خشت تا ببر هم سنگ تا اینی هم زمین اینی هم پیسه کسی نیست تا حال یک نفر بیفرما اگر بامو ایزای آقای فروتن فروتن حال امیر غیرت افغانی وجدان وجدان غیرت اونو رو میگه که امروز برادرای اهل اروپا ما در افغانستان میگه و افغانستان میگه خانه میگه یک دقیقه اجازه بده خلاص نشد اگه ما دیگه بس کن بند کن دیگه برادر سردرد ما کردی دیگه خب نوبت ما هم برسه خب ما هم همیشه به خاطر سر زدن اومدیم مرا کجا مونده که من صحبت کنم خب کلش چلت میزنی صاحب چه برادر تو چیت میزنی صاحب چه فایده رحم خسر بگو آقای بختیاری شما بفرمایید به خدا سر ما را یاد کف آوردن دست چیزشان هیچ قبول نمیکنن مایی که نمیمونن یک نفر گپش تا آخر برسانه خب فروتن عزیز اول خو در دیالوگ بهترین راهی است که آدم اجازه بده طرف مقابل حرفش تا آخر تمام بکنه متاسفانه که همین قاعده مراعات نمیشه دوستا زود احساساتی میشن خب حوصله داشته باشین در نوبت خودتان بفرماین حرفایتان در قسمتی که در مورد بازی توپ دنده گفتن و در مورد هویت آمدن صحبت کردن شما افغان اگر نیستین فلان و بسمدان خب اینا من اید ما تا هنوز نفهمیدم که اینمیا به چی باور دارن اگه بگوی که یا به اسلام باور دارن ما بخی به اطمینان گفتم میتونم اینا در تناقض با اسلام گپ میزنن اگه می گپشون باشن بگن که ما اسلام باور هستیم مسلمان هستیم بعد عمل کردشان رو میبینه آدم میبینه نه یا خود دروغ میگن خب اگه دروغ نمیگن
تو را به شرف و وجدان دان سوگند، تو را به خدایی که باور داری، اگر این خدای یگانه است، اگر هر خدایی را که پرستش میکنی سوگند، امی ما که اوغان زاده نشده، مرا خداوند اوغان تولد نکرده، به دنیا ناورده، در یک جینی ما، در خونی ما یک جینی، در وجودی ما یک جینی اوغانیت نیست، از لحاظ ژنتیکی. تو چطور به ما اوغان خطاب میکنی؟ اینمی خطود از تضاد به خدا، به گفته خداوند میای صحبت میکنی. خداوند میگه که ما شما را فرقه فرقه، قبیله قبیله خلق کردیم تا یک دیگه خدا بشناسین، با هم وحدت بکنین، برادروار زندگی بکنین. تو ای که میای یک دفعه از جهاد گپ میزنی، یک دفعه از اسلامیت گپ میزنی، یک دفعه از تمدنت گپ میزنی، یک دفعه از فرهنگ بالایت گپ میزنی، بعد میای در تضاد با فرموده الله، با تمام ارزش های دینی و انسانی صحبت میکنی. برادر ما که فقط ابو کی است تصویر تو میسم اتنا وین دیگه این پارتش دیگه امیر آقای بختیاری شما موتو دیالوگ کنیم. ما میخوایم گپای ما تمام بکنم، ما نمیخوایم دیالوگ بکنم. جواب داشتی برای ما جواب بگو، هیچ پروا نمیکنم، مداخله نمیکنم در گپای در حرفای. خب وقتی که تو میای ما میگم افغان نیستم، براشفته میشی میگی در تذکیره چی نوشته است. وقتی ما میگم افغانستان قبول ندارم، براشفته میشی میگی تو کولابی هستی، در حالی که تاریخ افغانستان هم نمیفهمی، تاریخ خراسان هم نمیفهمی، سرزمینی کولاب هم نمیفهمی در کجا واقع بوده یک وقت. تو ازی هم آگاهی نداری که در منطقه مرزا چی وقت کشیده شد. تو از تمدن زبان فارسی و انسانایی که در اون سرزمین زندگی میکنه ازی هم نمیفهمی. اگر بفهمی من مطمئن هستم سر اسلامیتت اوغانیتت غلبه نمیکنه. ما به اطمینان گفتم میتونم احترام میکنی. بعد وقتی که مسائل نمیفهمی از لحاظ تاریخی، با امو حرف خودت، با مو ایمان خودت، به اصطلاح عامیانه بگویم، تو باور نداری. وقتی که میگه من مسلمان هستم، خب گفتم در دین اسلامی گپا نیست که تو چیزی را تحمل بکنی، یک چیزی جعلی را بالا یک کس. ما چطور من حیث یک انسان ای را به خود تحمل بکنم، تحمل بکنم که من اوغان نباشم، اوغانیت رو کشت تو در صورت ما بکشی؟ امی خب امکان نداره. درست آمدیم اوغانیت در سال 1802 1926 میلادی 1923 میلادی وارد چی شد؟ قانون اساسی اونمو سرزمین شد در مو زمان. خب افغانستان هم در سال 1808 در می سال 1923 می آید اساسش گذاشته میشه، ای هم تصویب میشه در قانون اساسی. امید به می ترتیب قبل از او خراسانی وجود داشته، افغانستانی نبوده. خب تاریخش واضح است. وقتی که یک آدم میآید از بعضی مسلحات، از بعضی واژه ها خسته میشه، حملش برش دیگه مشکل